کتاب جمهور، نویسنده افلاطون، مترجم فؤاد روحانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1335. دیباچه. بیا تا با تو گویم داستانها ز ربع کلده و اطلال بابل، ز کرسی های ملک، از شوش و استخر، ز خارج ها که وقتی بود داخل. محمد حسین فروغی. دیباچه مترجم. فکر ترجمه کتاب. کسی نیست که نام افلاطون را نشنیده و از شهرت و مقام مخصوصی که این کتاب در میان کتب فلسفی و اجتماعی جهان دارد بیخبر باشد. مسائلی که در این کتاب طرح شده مهمترین موضوعهایی است که بشر از بدو پیدایش فکر به آن توجه داشته و مادام که باقی است توجه خواهد داشت. و به همین جهت است که با آنکه بیش از 2300 سال از تاریخ تألیف این کتاب می‌گذرد، هنوز مطالب آن تازگی دارد و هیچ یک از آنها برای همیشه حل نشده و شاید هرگز حل نشود. فلسفه زندگی و مرگ، بقای روح، چگونگی عالم بعد، دینداری، اخلاق، عشق، فلسفه، اصول تربیت، کشورداری، هنرهای زیبا، حکمت الهی، اینها موضوعهای این کتاب است. موضوعهایی است که فکر انسان را همیشه به خود مشغول داشته و احساسات بشری را برانگیخته. عقاید و افکار متضاد نه تنها در طی قرن‌های مختلف، بلکه حتی در آن واحد به وجود آورده. گاه میان جامعه‌ها و افراد بشر الفت و اتحاد ایجاد کرده و گاهی هم بین دسته‌های موافق و مخالف موجب دشمنی و کشمکش و خونریزی گردیده است. تا جهان پایدار است، این مسائل کهنه نخواهد شد. در هر قرن و در هر سرزمین مردم به نحوی تازه در اطراف آنها فکر و تحقیق و گفتگو خواهند کرد. درباره حقایق ماوراءالطبیعه تعبیراتی خواهند نمود. اما شاید در این مطالب حقیقتی که بتوان آن را ثابت و تغییر ناپذیر دانست هرگز به دست بشر ناید. هنوز هم ما مانند خیام از خود میپرسیم کین آمدن از کجا و رفتن به کجا. بیش از 20 سال پیش، هنگامی که من در دانشگاه لندن در رشته حقوق تحصیل میکردم، یک روز در کلاس فلسفه حقوق یکی از استادان معروف در موضوع عدالت صحبت میکرد. عده زیادی شاگرد تقریبا از همه کشورهای جهان حضور داشتند. استاد به رسم مخصوص خود درباره موضوع درس از شاگردان نظر خواست. هر کس چیزی به نظرش رسید و گفت و تعریفی پیشنهاد کرد، تا اینکه یکی از شاگردان گفت من فلان تعریف عدالت را در کتاب جمهور افلاطون دیدم. به مجرد اینکه نام افلاطون برده شد، شاگردان دیگر هم دنبال موضوع را گرفتند و با راهنمایی ماهرانه استاد گفتگوی بسیار جالب و سودمند در باب ماهیت عدل و مقایسه آن با صفات دیگر در گرفت و تا پایان کلاس ادامه داشت. قبل از تعطیل کلاس، وقتی که استاد مباحثات را خلاصه می کرد و نتیجه می گرفت، گفت ملاحظه می کنید که بی جهت نیست که کتاب جمهور افلاطون پس از 23 قرن هنوز تازه است و اهمیت مضامین آن به حدی است که این کتاب به همه زبانهای مهم دنیا ترجمه شده و هنوز هم ترجمه های جدیدی از آن منتشر می شود. وقتی از کلاس بیرون آمدم، خوشحال بودم که از من نپرسیدند آیا ترجمه این کتاب در زبان فارسی هم موجود است یا نه. تا آن وقت کتاب جمهور را نخوانده بودم، چون زبان یونانی نمی دانستم. مجبور به استفاده از ترجمه بودم. معلوم شد که در زبان انگلیسی چندین ترجمه هست. یکی را همان روز گرفته و به مطالعه کتاب پرداختم و از ابتدا در این فکر بودم
که اگر این کتاب را برای ترجمه به فارسی مناسب یابم خود به این کار اقدام کنم. این مطالعه بیش از یک سال به طول انجامید و در طی آن مدت چون بسیاری از مطالب کتاب روشن نبود، سه ترجمه دیگر، یکی انگلیسی و دو فرانسه، به دست آوردم و به کمک آن متن‌ها و کتاب‌هایی در موضوع فلسفه افلاطون تا آنجا که ممکن بود مطالب کتاب جمهور را درک کردم و آنگاه تصمیم به ترجمه کتاب گرفتم. این مطالعات طولانی از آن جهت بود که به عقیده من شرط اول ترجمه آن است که مترجم تا آنجا که در توانایی اوست بر موضوع کتاب مسلط شود تا بتواند حق مؤلف و کتاب را چنان که باید ادا کند. باری تا اندازه لزوم این مطالعات و تا اندازه هم گرفتاری های پی در پی کار این ترجمه را به تأخیر انداخت، تا حال که بالاخره به تشویق بنگاه ترجمه و نشر کتاب موفق به اتمام این ترجمه گردیدم. عنوان و موضوع کتاب. نام این کتاب ممکن است موجب سوء تفاهم شود، یعنی شاید خواننده تصور کند که موضوع کتاب آن نوع حکومتی است که ما امروز به نام جمهوری می‌خوانیم، و حالان که چنین نیست. نام اصلی کتاب در زبان یونانی پولیتیا است که می توان آن را به کلماتی از قبیل حکومت یا تأسیس شهر یا جامعه ترجمه کرد. اولین کسی که این کتاب را به زبان لاتینی ترجمه کرد نام رس پابلیکا بر آن گذاشت که در اصل همان معنی کلمه یونانی پولیتیا را داشت، ولی بعد مفهوم خاص جمهور را پیدا کرد. مترجمینی که کتاب را به زبانهای اروپایی ترجمه کردند همیشه کلمه روپابلیک را که البته از همان کلمه رس پابلیکای لاتینی گرفته شده است به کار بردند و مترجمین زبانهای دیگر هم تقریبا همه همان کلمه را اقتباس نمودند. به این ترتیب نام جمهور بر روی این کتاب مانده است، با آنکه به معنی امروز کلمه به هیچ وجه منطبق با موضوع کتاب نیست. اما موضوع کتاب چیست؟ این کتاب موضوع واحد ندارد، بلکه درباره موضوعهای متعددی بحث می کند که اهمیت آنها و مقامی که در این کتاب دارند تقریبا یکسان است. از جهتی می توان گفت که بحث اساسی کتاب بر سر موضوع عدل است. اما اهمیتی که افلاطون برای مفهوم عدل قائل است از لحاظ تحقق آن در جامعه بشری است و وی در عالم خیال شهری را پیریزی می کند که صفت عدل هم در تشکیلات و هم در اخلاق افراد آن محقق باشد. پس از این حیث می توان گفت که هدف اصلی کتاب بحث در تأسیس مدینه فاضله یا تحقق کمال مطلوب در تنظیم امور جامعه است. از طرفی اگر کتاب را از نظر فلسفی مطالعه کنیم، چنین میپنداریم که محور همه مطالب آن فلسفه است. اما اگر به جنبه‌های ماوراءالطبیعه کتاب توجه کنیم و مخصوصاً جمله آخر کتاب را بخوانیم، ممکن است چنین نتیجه گیریم که موضوع اصلی کتاب لزوم و تربیت و تهذیب نفس است تا برای نیل به مراتب ترقی و تعالی در عوالم بعد از مرگ مستعد و آماده گردد. باری مسلم است که افلاطون این کتاب را به مطلب واحدی تخصیص نداده و در حین تألیف هر موضوعی را که به نحوی مربوط به جریان بحث دانسته وارد مضامین کتاب کرده است. این کتاب از سایر آثار افلاطون طولانی تر است، به جز کتاب قوانین که از آن طولانی تر ولی ناتمام است. و در هر صورت تردیدی نیست که این کتاب از همه آثار افلاطون مهمتر است، زیرا دامنه موضوعهای آن از سایر رساله ها وسیع‌تر و سبک نگارش آن دقیق‌تر است. کتاب جمهور به صورت نقل قول از سقراط تنظیم شده و فرض این است که
در حدود سال 411 قبل از میلاد شبی سقراط در منزل پیرمردی سفالوس نام با عده‌ای وارد مباحثه می شود و روز بعد جریان گفتگو را به شرح مندرج در این کتاب برای چند تن از دوستان خود نقل می کند. جمهور افلاطون مشتمل بر 10 کتاب است، ولی معلوم نیست که این تقسیم از خود افلاطون است یا از دیگران. قدر مسلم این است که این تقسیم هیچ ارتباطی با طبقه بندی موضوعهای کتاب ندارد، بلکه به احتمال قوی فرع گنجایش ورقهای پاپیروس است که در ایام قدیم کتابها را روی آن می نوشتند و هر توماری به عنوان یک کتاب تلقی می شده. و اینکه طول کتاب‌ها تقریباً در یک حدود است این نکته را تایید می‌کند. همه مترجمین این تقسیم دهگانه را رعایت کرده‌اند، ولیکن بعضی از آنها تقسیمات دیگری به سلیقه خود بر اساس موضوع‌های کتاب قائل شده‌اند. در این ترجمه به همان تقسیم دهگانه اصلی اکتفا شده است، اما برای آنکه خوانندگان بتوانند به یک نظر اجمالی از مضامین کتاب آگاه شوند، خلاصه ای از طرح کتاب تحت 3 عنوان یعنی شماره کتاب ها و 1 سلسله سرفصل و بالاخره فهرست مطالب ذیلاً درج می شود. کتاب اول، بعضی تعریفات جاری وقت درباره عدل. آیا عدل عبارت از راستگویی و درستکاری است؟ آیا عبارت از ادای دین است؟ و در آن صورت معنی دین چیست؟ آیا عبارت از عمل به نفع طبقه حاکمه و اقویاست؟ آیا ظلم به حال انسان سودمندتر است یا عدل؟ کتاب دوم، ماهیت عدل در هیئت اجتماع و در اخلاق افراد. آیا عدل به خودی خود مطلوب است یا به سبب نتایج آن؟ آیا عدل یک سازش قراردادی بین اعضای جامعه است یا فضیلتی است ذاتی؟ تحقیق درباره عدل مجرد و ظلم مجرد، پیریزی شهر، حوایج ساده و حوایج تجملی شهر، احتیاج به لشکر، طبقه مردان جنگی و زمامداران، اصول تربیت طبقه حاکمه، انتقاد آثار ادبی و مخصوصاً اشعاری که در وصف خدایان و عالم بعد ساخته شده. کتاب سوم، دنباله بحث آخر کتاب دوم، انتقاد سبک و مضمون اشعار و حکایات، آهنگ و وزن موسیقی، اثر تربیتی شعر و موسیقی، تربیت بدنی، هماهنگی، تربیت روحی و جسمی، انتخاب زمامداران و تقسیم آنها به 2 طبقه نگاهبان و معاون، افسانه پیدایش جامعه و ساخته شدن افراد از فلزهای 3گانه. کتاب چهارم، دنباله بحث آخر کتاب سوم، وظایف زمامداران، 4 صفت اصلی جامعه بشری و نفس انسانی، طریقه تشخیص عدل از میان صفات مزبور، اجزای 3گانه نفس انسان و ارتباط موضوع با تعریف عدل و ظلم و حسن و عیب از لحاظ صفات انسانی. کتاب پنجم، مقام زن در جامعه و بحث در رسوم جنگ، تساوی زن و مرد، اشتراک زن و فرزند در بین طبقه زمامداران، زناشویی و زاد و ولد و اصلاح نژاد و نگاهداری اطفال، تعلیم فن سربازی، قواعد و رسوم جنگ، طرز معامله با دشمن. حکومت فلاسفه، آیا تأسیس شهر مطلوب عملی است؟ لزوم حکومت فلاسفه، تعریف فیلسوف، عالم وحدت و عالم کثرت، علم و جهل و گمان. کتاب ششم، شایستگی فلاسفه برای زمامداری، علت فاسد شدن فلاسفه در جامعه، امکان زمامداری فلاسفه، ماهیت خیر مطلق و مقام آن از نظر موضوع علم، عالم معقولات و عالم محسوسات، درجات 4گانه دانش، خط مفروض برای تفکیک علم و استدلال و گمان و حدس.
کتاب هفتم تمثیل قار، تحصیلات عالیه زمامداران، حساب، هندسه، نجوم، موسیقی، فن مناظره، برنامه تعلیم و تربیت. کتاب هشتم انحطاط جامعه و نسل انسان، انحطاط شهر از درجه کمال مطلوب، تنزل حکومت‌ها، حکومت تیموکراسی و اخلاق فرد متجانس با آن، حکومت اولیگارشی و اخلاق فرد متجانس با آن، حکومت دموکراسی و اخلاق فرد دموکرات، بحث درباره آرزوها، حکومت استبدادی و اخلاق فرد مستبد. کتاب نهم دنباله بحث آخر کتاب هشتم و بیان معایب اخلاق فرد مستبد، مقایسه زندگی فرد عادل و فرد ظالم. آیا از لحاظ کسب سعادت زندگی عادلانه بهتر است یا زندگی ظالمانه؟ لذایز مخصوص به هر یک از اجزای سگانه نفس، اثبات برتری عدل بر ظلم، نمونه مدینه فاضله در آسمان. کتاب دهم ناسازگاری فلسفه و شعر، ارتباط هنرهای توصیفی با حقیقت، تأثیر شعر در احساسات و عدم ارتباط آن با عقل، تأثیر سوء شعر در اخلاق، بقای روح و اجر عدل، دلیل بقای روح، پاداش عدل در این دنیا، اجر عدل در آخرت، افسانه در باب چگونگی عالم بعد. نکته ای که خوانندگان آثار افلاطون باید به آن توجه کنند این است که همه رساله های او در قرن 16 به همت دو نفر موسوم به استفانوس و سرانوس جمع آوری شد و در چندین جلد در پاریس به طبع رسید. پس از آن تقریبا همه مترجمین افلاطون برای سهولت مراجعه به آثار وی شماره مجلدات و صفحات چاپ مزبور را در ترجمه خود قید کردند. کتاب جمهور در آن چاپ جزو مجلد دوم است و از صفحه 327 آن جلد شروع و به صفحه 621 ختم می شود. در این ترجمه شماره صفحات مزبور در حاشیه ذکر شده است. روش ترجمه. روشی که در ترجمه این کتاب پیش گرفتم این بود، دو ترجمه را که از همه بیشتر معروف به برابری با اصل است مأخذ قرار دادم، یکی ترجمه فرانسوی چامبری و یکی ترجمه انگلیسی لیندزی. اول معنی هر جمله را با توجه به معنی جمله های قبل و بعد در نظر گرفتم و سپس آن را با کلمات و عباراتی هرچه ساده تر به فارسی درآوردم و تا آنجا که ممکن بود از اصطلاحات و جمله بندی متن اصلی پیروی کردم، اما نگذاشتم که رعایت این نکات به روشنی و روانی متن فارسی صدمه زند. به عبارت دیگر سه قاعده زیر را راهنمای خود قرار دادم و هیچ از آن غافل نشدم. به مقصود مؤلف، دوم بیان مقصود به عباراتی ساده که حتی الامکان بوی ترجمه از آن نیاید، سوم پیروی از اسلوب و طرز بیان متن اصلی. بعد از تنظیم طرح اول، ترجمه را جمله به جمله با یک سلسله ترجمه های دیگر که بعد به تدریج به دست آوردم تطبیق کردم. به این ترتیب علاوه بر دو ترجمه‌ای که قبلا ذکر شد، از 5 ترجمه دیگر هم استفاده کردم. 3 ترجمه انگلیسی جویت و کرنفورد و لی و 2 ترجمه فرانسوی باستین و باکو. این مقابله بسیار مفید واقع شد، چون تقریبا در هر جمله متوجه شدم که گاه یک ترجمه و گاه ترجمه دیگر از حیث تعبیر مقصود مؤلف و طرز بیان مطالب بر دیگران رجحان دارد و بر آن اساس طرح ترجمه خود را اصلاح نمودم. بنابراین خوانندگان ملاحظه خواهند نمود که این ترجمه تحت اللفظی نیست. اصولا کتاب جمهور افلاطون برای ترجمه تحت اللفظی به هیچ صورت مناسب نیست، زیرا پیروی از جمله بندی متن اصلی و انتقال خصوصیات زبان یونانی قدیم به یک زبان جدید مفید هیچ گونه معنی نخواهد بود. این نکته را که اکثر مترجمین به آن اشاره کرده اند، من خود با
مراجعه به ترجمه تحت لفظی معروف لوئب درک نمودم. شاید منظور آن مترجم هم اثبات همین نکته بوده، زیرا در غیر این صورت از زحمت خود نتیجه جز نوشتن یک سلسله معماهای لاینحل نگرفته است. شک نیست که اگر مترجم بخواهد مقصود مؤلف را به ذهن خواننده انتقال دهد، مجبور است که در بیان مطالب تا اندازه‌ای از اصل منحرف شود. در بعضی جاها سبک گفتار در متن یونانی به قدری فشرده و موجز است که مترجم ناچار است عبارات را توسعه دهد. در قسمت‌های دیگر برعکس، عبارات بیش از حد لزوم مکرر و طولانی است و برای آنکه ترجمه سلیس باشد، مترجم مجبور است از استعمال کلمات زائد خودداری و جمله‌ها را کوتاه کند. اشکال عمده دیگر این است که بسیاری کلمات مهم متن یونانی در مقام مقایسه با کلماتی که در زبانهای امروز شبیه یا برابر آن است تغییر ماهیت دادند، یعنی مفهوم آنها یا وسیع تر شده یا محدودتر و یا به کلی فرق کرده است. مثلا در این ترجمه کرارن در مقابل کلمه موزیک که در اصل و بعضی از ترجمه ها به کار رفته، کلمه فرهنگ یا تربیت روحی و معنوی استعمال شده است، زیرا موزیک در اصل عبارت از مجموعه هنرهای زیبا بوده که یونانیان الهه نهگانه را حافظ و حامی آنها می دانستند و موزیک به معنی اخص یا موسیقی فقط یکی از آن هنرها است. یکی از مترجمین انگلیسی این اشکالات متن را به عبارت شیرینی بیان کرده و مثالی آورده است به این مضمون که افلاطون در جایی گفته است: لوگوس پرانتز باز فلسفه، حکمت، درک حقایق اولیه پرانتز بسته، به کمک موزیک پرانتز باز موسیقی، فرهنگ، تربیت روحی پرانتز بسته، بهترین ضامن آرته پرانتز باز عفت، فضیلت، کمالات انسانی پرانتز بسته می باشد. حال اگر مترجم این جمله را با این عبارت ترجمه کند که فلسفه با کمک موسیقی بهترین ضامن عفت است، که البته ترجمه کاملا درستی هم هست، خواننده ممکن است مقصود افلاطون را این طور تعبیر کند که انسان اگر بخواهد از همنشینی زنان بدکار بپرهیزد، باید وقت خود را صرف خواندن کتاب‌های فلسفی و نواختن ویولون نماید. شاید یک چنین تعبیر خالی از معنی نباشد، ولی مسلما منظور افلاطون این نبوده است. باز هم اشکال دیگر این است که اصطلاحات و کنایات، مخصوصا سوگندهایی که در اصل استعمال شده که برای ترجمه به زبان فارسی مناسب نیست. مثلا بعضی از ترجمه های انگلیسی و فرانسه سوگند قسم به سگ را که ظاهراً در زبان یونانی قدیم معمول بوده به همین عبارت ترجمه کردند، ولی من وارد کردن این گونه عبارات را در متن فارسی سلیس نیافتم و در مقابل این گونه اصطلاحات عبارات دیگری را که از لحاظ مفهوم معادل فارسی آن دانستم به کار بردم. مطلب قابل توجه دیگر این است که بسیاری از جمله‌های متن اصلی از لحاظ جریان گفتگو زائد است، مخصوصاً جمله‌هایی که یکی از طرفین مکالمه فقط برای تصدیق قول طرف دیگر ادا می‌کند. بعضی از مترجمین عده زیادی از این جمله‌ها را از ترجمه خود حذف کرده و به این ترتیب تا اندازه از طول کتاب کاستند، ولی من این تصرف در اصل را جایز ندانستم و بنابر این تمام جمله‌های اصل را بی هیچ استثناء در این ترجمه آوردم. تصرف دیگری که بعضی از مترجمین آن را مجاز دانستند این است که بعضی جمله‌ها را که درک معنی آن بسیار دشوار است، با این عذر که در جریان مباحثه تأثیری ندارد حذف کردند. مثال بارز این گونه جمله‌ها قسمتی از شماره 546 کتاب است که مسلماً همه مترجمین را دچار زحمت نموده و ظاهراً هیچ کس به معنی واقعی آن پی نبرده است. در این ترجمه این گونه جمله‌ها حذف نگردیده، بلکه به طرزی ترجمه شده است که بر روی هم با اصل مطابق باشد، یعنی اشکال و ابهام متن اصلی همانطور که بوده حفظ شده است. نظر اجمالی به مجموع کتاب. بسیاری از کسانی که در قرن‌های گذشته آثار افلاطون را گرد آورده یا ترجمه نموده یا شرح بر آن نوشتند، از انتقاد گفته‌ها و عقاید او خودداری کردند، ولی در دو قرن اخیر مخصوصاً بر اثر پیشرفت شگفت‌انگیز علم و تحولات اجتماعی و سیاسی، محققین این صد را شکسته و نوشته‌های افلاطون من جمله بیشتر مضامین این کتاب را مورد نقادی قرار دادند.
پاره ای از این خردگیری ها چندان دارای اهمیت نیست، اما در چند موضوع ایرادات منتقدین قابل توجه است. مثلا در موضوع طرز حکومت و تشکیلات و مقررات اجتماعی، آنچه را که افلاطون در طی این کتاب به عنوان کمال مطلوب پیشنهاد می کند، محققین نه تنها غیر عملی بلکه بعضا ناشایسته و مردود دانستند، به طوری که خوانندگان ملاحظه خواهند نمود ارکان عمده مدینه افلاطون عبارت از اشتراک اموال و زن و فرزند، انتخاب فلاسفه به زمامداری و تجزیه فعالیت جامعه به سه جزء است که خصوصیات آن به نظر افلاطون منطبق با خصوصیات اجزای سگانه نفس انسان می باشد. در این باب انتقادات اجتماعی و فلسفی و روانشناسی فراوان است. پروفسور جویت انگلیسی در مقدمه‌ای که بر ترجمه خود نوشته طی 30 صفحه در این موضوع بحث نموده و جنبه‌های مختلف طرح افلاطون را یکایک مورد انتقاد قرار داده است. نسبت به اشتراک اموال و ایراد ارسطو را که این اصل منافی فعالیت فردی و روح نیکوکاری است نقل می‌کند، اما با این حال معتقد است که سیر تکاملی انسان ممکن است روزی این اصل را در جامعه قابل اجرا سازد. درباره اشتراک زن و فرزند و دور کردن اطفال از محیط خانواده، پیشنهاد افلاطون را جز تا آنجا که مربوط به تساوی حقوق زن و مرد است مخالف با شأن انسان می‌داند و می‌گوید نمی‌توان باور کرد که چگونه افلاطون در یک لحظه از اوج کمالات انسانی به پستی غریزه حیوانی ترزل نموده است. همچنین نظر افلاطون را در باب حکومت فلاسفه عملی نمی‌داند. از جمله ایراداتش یکی این است که زمامدار فیلسوف به علت فاصله فکری که میان وی و اتباعش وجود خواهد داشت از توضیح علت قایی اعمال خود عاجز خواهد بود و نیز به جای آنکه قاعده تحول تدریجی را رعایت کند در اجرای مرام خیش شتاب زدگی به خرج خواهد داد و قصد آن خواهد نمود که کار قرنی را در سالی به پایان رساند و این خلاف ناموس طبیعت است. همچنین در راه وصول به هدفهای عالیه خود احساسات و عواطف بشری را چندان قابل اهمیت نخواهد دانست. بالاخره نسبت به تقسیم فعالیت‌های جامعه این ایراد کلی را بیان می‌کند که افلاطون در تشبیه حکومت به فرد زیاده روی کرده و سیاست را با اخلاق و علم، تنظیم جامعه را با روانشناسی مخلوط نموده و از این رو در نتایجی گرفته به خطا رفته است. مثال دیگری که از انتقاد مضامین این کتاب می توان ذکر نمود موضوع هنرهای زیباست. اگر آنچه را که افلاطون در این کتاب درباره انواع زیبایی و مخصوصا موسیقی و شعر و نقاشی گفته به عنوان فلسفه هنرهای زیبا تلقی کنیم، از اقرار به نقایص این فلسفه ناگزیریم. افلاطون از دو نوع هنر سخن میگوید، یکی هنرهایی که موضوع آن فقط زیبایی اشکال است، مانند خطوط رسم و نقش پارچه ها و طرح زینت های معماری، و دیگر هنرهای توصیفی مانند ادبیات و نقاشی و نوعی از موسیقی که کار آن بیان و تجسم مشهودات و احساسات و عواطف است. نسبت به هنرهای نوع اول افلاطون مخالفتی اظهار نمی کند، زیرا آنها را وسیله آشنایی روح با عالم خیر و جمال مطلق می داند و چنین می پندارد که نفس انسان به کمک این قسم زیبایی مدارج ترقی معنوی را طی می کند تا به مقام مکاشفه رسد و آنگاه از این گونه وسایل مستغنی گردد. همچنین هنرها را از نظر زیبایی مطلق آنها و هنرهای توصیفی را هم در صورتی که دارای موضوع اخلاقی باشند برای تعلیم و تربیت جوانان مفید می‌داند. اما از این که بگذریم، افلاطون برای هنرهای زیبا ارزشی قائل نیست، بلکه آنها را مضر می‌داند و از مدینه فاضله خود طرد می‌کند. می‌گوید کار نقاشی و شعر بیان حقیقت نیست، بلکه شبیه سازی و تقلید است. آن هم نه تقلید اصل، بلکه تقلید فرع، یعنی محسوسات. افلاطون محسوسات را اصیل نمی‌داند، بلکه شبه و تقلید حقیقتی می‌پندارد.
که جای آن در عالم معقولات است. بنابراین به نظر او چون محسوسات خود یک درجه از حقیقت دورند، شعر و نقاشی از لحاظ دوری از حقایق ثابته در مرحله سوم قرار دارند. ایراد دیگری که افلاطون درباره شعر و نقاشی و موسیقی بیان می‌کند این است که این هنرها احساسات و عواطف را برمی‌انگیزد و آنچه احساسات انسان را ولو حس همدردی باشد تحریک کند از متانت دور است و نفس را سست و زبون می‌کند. افلاطون منکر نیست که هنرهای زیبا به انسان لذت می‌بخشند، ولی این لذت را موجب رخوت و سستی نفس و مضر به اخلاق حسنه می‌داند. حاجت به ذکر نیست که هیچ یک از این عقاید منطبق با فلسفه امروزی هنرهای زیبا نیست. مقام زیبایی برتر از آن است که آن را فقط وسیله و مقدمه وصول به علم یا چیز دیگری بدانیم. کار هنرهای زیبا این نیست که به انسان درس علمی یا اخلاقی بدهد. آثار هنری را اگر به حقیقت مستحق این عنوان باشند نمیتوان تقلید صرف خواند و به قول افلاطون دو مرحله از حقیقت دور نیست، بلکه چه بسا حقایقی که جز به وسیله هنرهای زیبا قابل ادراک نیست. اینکه هنرهای زیبا در عواطف انسان تأثیر می کنند و حس همدردی را برمی انگیزند عیب آنها نیست، بلکه بزرگترین حسن آنهاست. بالاخره هرچند درست است که انسان از مشاهده آثار هنری لذت می برد، ولی این لذت را با لذایز نفسانی مشتبه نمودن و مثلا حظ شنیدن یک غزل حافظ را با حظ استعمال افلون یکی دانستن از حکمت دور است. باری اگرچه بعد از افلاطون هم بعضی فلاسفه مخصوصا تولستوی از عقاید او درباره هنرهای زیبا پیروی کرده اند، ولیکن امروز مسلم است که محک خوبی و بدی هنرهای زیبا کسب علم و تهذیب اخلاق نیست. البته منظور این نیست که این هنرها با علم و اخلاق منافات داشته باشند، بلکه این است که درک زیبایی و تجسم آن به صورتهای مختلف خود یکی از تراوشهای مستقل روح انسان است که ارزش و شرایط مخصوص به خود دارد و اینک پس از قرنها تجربه و تفکر دیگر هنرهای زیبا را نمیتوان فرع و آلت علم یا اخلاق یا امور اجتماعی دانست. اما این انتقادات و امثال آن هیچگاه از اهمیت این کتاب نکاسته و نخواهد کاست. شامبری در جمله اول دیباچه‌ای که بر ترجمه خود نوشته چنین میگوید: افلاطون از راه سیاست و به خاطر سیاست وارد فلسفه شد و به خاطر سیاست هم بود که علاقه خود را به فلسفه همواره حفظ کرد. اما چه شد که در آن بحبوحه فساد و انحطاط افلاطون از سیاستی که اساسش عادت یا دستبندی یا جنگ طبقاتی بود یک سیاست فلسفی و حیاتی به وجود آورد که نه تنها افکار و عواطف بلکه کلیه وجود انسانی در آن دخیل است. سر این مطلب را ما در این دوره بهتر از هر دوره دیگر می توانیم درک کنیم. انحطاط جامعه بشری همواره عکس‌العملی ایجاد می کند و آن پیدایش نفوسی است نورانی که راه نجات را به هم نوع خود ارائه می کنند. به راستی همین نابغه های تاریخ بشریت هستند که در منتهای ظلمت نور امید و رستگاری را که بر همه کس پوشیده است مشاهده می کنند. وسعت آن را به دیگران باز می نمایند تا به آن توجه جویند و سرانجام آن را کشف کنند. افلاطون در نامه خود معروف به نامه هفتم که بعد با آن اشاره می شود چنین می نویسد: هرچه بیشتر روش مردان سیاسی و چگونگی قوانین و رسوم روز را در نظر آوردم و هرچه پیرتر شدم تشخیص طرز حکومت صالحه را دشوارتر یافتم. قانون و اخلاق با سرعتی سرسام‌آور رو به فساد می رفت و من که همواره آرزومند ورود در سیاست بودم از دیدن این وضع آشفته متحیر ماندم. هرچند آنی از اندیشه بهبود اوضاع و اصلاح قوانین اساسی غافل نشدم، ولی صلاح را در آن دیدم که به کاری دست نزنم بلکه در انتظار فرصت‌های مناسب بنشینم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که همه انواع حکومت‌های موجود ناصالحند و قوانین آنها به آسانی اصلاح پذیر نیست. سپس به حکم اجبار معتقد شدم که تنها امید استقرار عدل در هیئت اجتماع و نفس انسانی در ترویج فلسفه حقیقی است و نوع بشر هرگز از رنج و محنت آسودگی نخواهند یافت، مگر آنگاه که فلاسفه حقیقی زمامدار امور سیاسی گردند و یا مردان سیاسی به مدد معجزه
فیلسوف شوند. پس هرچند انتقاداتی که نسبت به طرح حکومت افلاطونی بیان شده به جای خود مفید است، ولی هدف غایی افلاطون یعنی توجه به حکمت و لزوم سیر تکاملی انسان و انصراف از منافع فردی و فداکاری به خاطر مصالح جامعه همچنان معتبر مانده و خواهد ماند. نیز درباره هنرهای زیبا با وجود انتقاداتی که مختصرا متذکر شدیم، نباید فراموش کنیم که افلاطون اولین کسی است که فلسفه هنرهای زیبا را به وجود آورده و زیبایی مطلق را که در نظر او با خیر مطلق یکی است، شریفترین موضوع علم قرار داده است. می توان گفت که یکی از دلایل عظمت و بقای اهمیت این کتاب توجه افلاطون به کمال مطلوب است که در کلیه مضامین آن مشهود می باشد. به عقیده افلاطون کمال مطلوب از نظر اخلاق فردی عدل است. از نظر اداره امور جامعه زمامداری فلاسفه است. از نظر تهذیب روح هماهنگی بین اعضای سگانه نفس است. از نظر روش علمی وحدت انواع دانستنی ها و از نظر موضوع علم خیر مطلق و مجرد است. از نظر محسوسات تشبهه و تأسی به اعیان ثابته و مثل است. از نظر تعلیم و تربیت آمادگی نفس است. به منظور طی مراتب ترقی در عوالم بعد و قص الهازا. همه جا افلاطون ناظر به کمال است، حتی با اذعان به اینکه رسیدن به کمال مطلوب در امور بشری مقدور نیست. این عبارت پرمعنی را در کتاب پنجم شماره 472 ملاحظه خواهید فرمود. اگر یک نقاش نمونه کاملی از زیبایی انسان بسازد و در ترکیب اندام کمال حسن را رعایت نماید، اما نتواند ثابت کند که یک چنین فردی وجود خارجی دارد، آیا به نظر تو از قدر او کاسته می شود؟ اگر نتوانیم ثابت کنیم که تأسیس شهری که با این نمونه مطابقت داشته باشد امکان پذیر است، آیا از ارزش سخن ما کاسته خواهد شد؟ تصور کمال مطلوب و مجاهدت در راه وصول به آن بزرگترین عامل ترقی نوع انسان بوده و هست. در سرتاسر تاریخ شماره نفوسی که مانند افلاطون در این راه به نوع بشر خدمت نموده باشند بسیار کم است. کسانی که درباره مقام فلسفی افلاطون بحث نمودند، او را پدر فلسفه ایدئالیسم یا اصالت تصور پرانتز باز ایده پرانتز بسته خواندند. اگر ایدئالیسم را به معنی اصالت کمال مطلوب پرانتز باز ایدئال پرانتز بسته هم بگیریم، باز باید افلاطون را پدر این فلسفه بدانیم. با توجه به این حقیقت می توانیم قول مریدان افلاطون را تصدیق کنیم که نطفه همه حکمت ها و به نتیجه همه ترقیات مادی و معنوی بشر بیش از هر فلسفه‌ای در فلسفه افلاطون یافت می شود. در پایان این قسمت لازم است چند کلمه هم درباره سبک این کتاب گفته شود. روح این کتاب روح اندیشه پروری است و چون بیان اندیشه های لطیف در هر مقامی قالبی دیگر می‌خواهد، در این کتاب سبک‌های مختلف به کار رفته است. گاه به لطافت شاعرانه برمی‌خوریم و گاه به لحن تدریس فلسفه. گاه افسانه شگفت‌انگیز ما را یک باره به عالم خیال می‌برد و گاه عباراتی خشک و پیچیده ما را به اشکالات یک معمای ریاضی متوجه می‌سازد. به قول پروفسور جویت، در کتابی که موضوع آن تخیلات فلسفی است، همه گونه سایه و روشن و همه حقیقت و همه نوع مجاز، یعنی پرده حقیقت مجاز است. موضوع و شیوه کتاب همه جا یکسان نیست. نویسنده از کلیات عقلی به افسانه و خیال و از مشهودات به استعاره و تشبیه می‌پردازد. قسمت اعظم کتاب نثر نیست، بلکه شعر است و بنابراین در انتقاد مضامین آن نباید قواعد منطقی و احتمالات تاریخی را ملاک قرار داد. به عبارت دیگر افلاطون در تحقیق معمای وجود که به قول حافظ فسون است و فسانه، هم افسون به کار برده است هم افسانه. باری افلاطون از هیچ وسیله‌ای غافل نشده است تا درسی بسیار بزرگ به جامعه بشری بدهد. آن درس در چند کلمه عبارت است از توجه به کمال مطلوب در کلیه شئون، جستجوی حقیقت و ترک تعصبات. افسوس که پس از 23 قرن تحول و تجربه تلخ، بشر هنوز چنان که باید این درس حیاتی را نیاموخته است. شرح زندگی افلاطون. آریستوکلس
که بعدها به نام افلاطون معروف گردید، در سال 428 یا 427 قبل از میلاد در شهر آتن یا آژین نزدیک آتن به دنیا آمد. پدرش آریستون و مادرش پریکتیونه هر دو از خانواده‌های نامی و منتفض یونان بودند. یک خواهر و دو برادر بزرگتر از خود داشت که این دو یعنی آدی مانتوس و گلاکون در کتاب جمهور طرف گفتگو با سقراط هستند. افلاطون هنوز طفل بود که پدرش درگذشت و مادرش بدائی خود شوهر کرد. از سن 7 تحصیلات او بر طبق اصول تعلیم و تربیت آن زمان شروع شد. برنامه این تحصیلات مشتمل بر خواندن و نوشتن ریاضیات و شعر و موسیقی و ورزش و تربیت بدنی بود. افلاطون از کودکی عشق زیادی به شعر داشت، به طوری که معروف است اشعاری ساخته بود که بعد هنگامی که به فلسفه علاقه پیدا کرد آنها را سوزاند. 18 سال داشت که مجالس درس سوفسطائی ها توجه او را جلب کرد. ظاهرا مدت 2 سال در آن مجالس حضور یافت. سوفسطائی ها معلمین سیاری بودند که از اواسط قرن 5 قبل از میلاد شهرت پیدا کردند. در آن زمان که برنامه تعلیمات ادبی در مدارس یونان منحصر به تدریس اشعار هومر و امثال آن بود، این طبقه از معلمین تدریس موضوعهای خارج از آن برنامه را به عهده گرفتند. از شهری به شهری سفر می کردند و در ازای مزد و پاداش درسهای خصوصی و عمومی می دادند. در آن روزها هر کس می خواست در کارهای سیاسی شهرهای یونان که یک نوع دموکراسی خاصی بر آن حکومت می کرد شرکت کند، احتیاج به کسب مهارت در فن سخنرانی داشت تا با آن وسیله بتواند در مجامع عمومی که برای اخذ تصمیمات سیاسی و قضایی تشکیل می شد عقیده و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. بنابراین کسانی که دلبستگی به کار سیاست داشتند بسیار آرزومند آموختن فن سخنرانی و مباحثه و مجادله بودند و از اینجا دروس سوفسطائی ها طالب زیادی پیدا کرد، مخصوصا از این حیث که این معلمین گذشته از تدریس فن ایراد نطق و خطابه و اصول معانی و بیان ضمناً در باب فلسفه، سیاست و اخلاق هم بحث می‌کردند، بیان که هدفشان تحقیق فلسفی باشد. البته خوانندگان می‌دانند که در زبان‌های امروزی کلمه سوفسطائی مترادف با زبانباز و اهل مقالطه است و این از آن جهت است که معلمین سوفسطائی سر و کاری با کشف حقیقت نداشتند، بلکه شاگردان خود را به این منظور تربیت می‌کردند که بتوانند مقاصد سیاسی خود را اهم از خوب و بد یا درست و نادرست به وسیله زبانبازی پیش ببرند. البته یک چنین هدفی نمیتوانست کسی مانند افلاطون را که طبعا عاشق حکمت و درک حقیقت و کسب فضائل انسانی بود راضی کند. از طرفی افلاطون در برابر روش و موضوع تدریس سوفسطائی ها انزجار شدیدی احساس می نمود و از طرفی هم اصول و مبانی حکومت کشور خود را از حکمت و انسانیت عاری می دید. دوران شکوه و عظمت یونان که پس از پایان جنگ های ایران و یونان تحت زمامداری پریکلس شروع شده و آن کشور را در اعداد متمددترین اقوام جهان درآورده بود، با مرگ آن زمامدار نامی و آغاز جنگ های آتن و اسپارت سپری شده بود. هرج و مرج همه جا را فرا گرفته بود. از هر سو آثار انحطاط و موجبات یأس مشهود بود و هیچ روزنه امیدی دیده نمی شد. چیزی نمانده بود که افلاطون در ابتدای جوانی دچار یأس کامل گردد و از هر چیز چشم بپوشد. اما در آن موقع تصادف به نحوی معجزه آسا به او یاری کرد و موهبتی بزرگ نصیب او نمود. در آن محیط تاریک ناگهان پرتوی درخشید و افلاطون به درک صحبت سقراط نایل شد. این مرد بزرگ که صفحات تاریخ بشر مانند او را نشان نمی دهد، در بحبوحه جنگ و آشوب آرامش روحی خود را از دست نداد. از آنچه همه به آن مشغول بودند بیزار بود و به هیچ چیز جز تحری یه حقیقت دلبستگی نداشت. در کارهای کشور شرکت نمی کرد. از هر گونه فعالیت برکنار بود و کسانی را می طلبید که با آنها درباره معنویات و حقایق ابدی صحبت کند.
به هیچ وجه دعوای حکومت نداشت، هرگز چیزی ننوشت، خود را نادان و عامی معرفی می‌کرد، با اشخاص مستعد مخصوصا جوانان وارد صحبت می‌شد و در باب مفاهیم عادی نظر آنها را می‌پرسید. مثلا سوال می‌کرد به نظر شما زیبایی چیست؟ طرف مکالمه تعریفی را که مقبول عامه بود بیان می‌کرد. آنگاه سقراط عیب آن تعریف را نشان می‌داد، طرف تعریف خود را اصلاح می‌کرد، ولی باز هم سقراط انتقاد را ادامه می‌داد تا سرانجام خطای آن عقیده جاری ثابت می‌گردید. آن وقت سقراط با یک سلسله سوالات دیگر فکر طرف را وارد مجرای صحیح می‌کرد و به سوی حقیقت متوجه می‌نمود. تا وی خود را در نتیجه این راهنمایی بالاخره به حقیقت مسئله پی ببرد. هنگامی که افلاطون با سقراط آشنا شد، سقراط بیش از 60 سال داشت و همه وقت خود را صرف مباحثه درباره مسائل اخلاقی می‌نمود. عقیده راسخ او این بود که بدی و تبهکاری نوع بشر ناشی از نادانی است و اگر انسان علم به ثواب پیدا کند پیرامون خطا نخواهد گشت. اما کنجکاوی و اصرار عجیبی که او در تحقیق افکار و معتقدات جوانان به خرج می‌داد و مخصوصا اینکه در نتیجه نفوذ کلام وی نقص و اشتباه عقاید عمومی آشکار و از این راه پایه معتقدات جاری متزلزل می‌گردید، موجب شد که محافظه‌کاران و متعصبین و مخصوصا کسانی که پیشرفت افکار عمومی را مضر به منافع خود می‌دانستند او را فاسد العقیده و خدا ناشناس بخوانند. همین مردمان سرانجام او را به محاکمه کشاندند تا محکوم به اعدام گردید. بهترین نمونه فکر سقراط مضمون آخرین کلماتی است که پس از شنیدن حکم اعدام خود خطاب به مردم آتن ادا نمود: خواهشی که از شما دارم این است که وقتی فرزندان من بزرگ شدند، اگر ثروت یا هر چیز دیگر را بر کسب فضائل ترجیح دادند، آنان را شکنجه دهید همچنان که من شما را شکنجه دادم. اکنون هنگام رفتن است، من به سوی مرگ و شما به سوی زندگی، اما بهره کدام یک از ما بهتر است این را کسی نمی داند جز خدا. باری افلاطون تا مرگ سقراط یعنی 8 سال از صحبت او استفاده کرد و به اندازه‌ای منقلب شد که عشقی را که به شعر و ادبیات داشت فراموش کرد و آثار ادبی خود را دور انداخت و بر آن شد که هرگز از تعقیب فلسفه به معنی واقعی آن یعنی پی بردن به حقیقت دست بر ندارد و راهی را که سقراط ارائه نمود تا آخر بپیماید. با آنکه کراراً قصد کرده بود که در امور کشور خود شرکت نماید و به منافع جامعه یونانی خدمت کند، ولی پس از مرگ سقراط به این نتیجه رسید که شرکت در حکومتی که شریفترین فرد کشور را فقط به جرم علاقه به حقیقت محکوم به اعدام کند شایسته انسان نیست. بنابراین مانند بعضی دیگر از دوستان سقراط به شهر مگار مهاجرت کرد و مصمم گردید که یک سلسله رساله هایی به صورت محاوره بین سقراط و اشخاص دیگر تألیف کند و ضمن آن اصول و مبانی حکمت سقراط را بیان نماید و گناه بزرگ حکومت وقت را که دست خود را به خون سقراط آلوده نمود آشکار نماید. ظاهرا افلاطون در مدت اقامت در شهر مگار با اوگلیدوس معاشر شد و از صحبت او استفاده کرد. پس از 3 سال در سال 396 قبل از میلاد به آتن مراجعت کرد، اما باز هم شهر آتن در حال جنگ بود و افلاطون چون از وضع کشور خود بیزار بود در اولین فرصت دوباره شهر خیش را ترک کرد و به سوی مصر رهسپار گردید. معروف است که در این سفر افلاطون اول در شهر سیرن به تحصیل ریاضیات و بعد در حدود 390 قبل از میلاد در مصر به تحصیل نجوم و همچنین عقاید دینی و طرز حکومت و رسوم مصری ها پرداخت. پس از آن به یونان برگشت و در شهر تارنت با فیلسوفی موسوم به آرخیتاس ملاقات نمود که به تبعیت از تعالیم فلسفی پیتاگور پرانتز باز فیثاغورس پرانتز بسته در آن شهر بر اساس حکمت و علم حکومت میکرد. اگر خوانندگان به قسمت شماره 600 کتاب مراجعه کنند ملاحظه خواهند نمود که افلاطون اشاره به طرز زندگی مریدان پیتاگور میکند و جامعه آنها را ممتاز و بی‌نظیر میخواند. ظاهرا این نظر و همچنین طرح حکومت فلسفه که رکن عمده فلسفه سیاست افلاطون است بی ارتباط با مشاهدات این سفر و مصاحبت آرخیتاس نیست. باری در این موقع دعوتی از دیونیز اول زمامدار مطلق سیراکوز
پرانتز با سیسیل پرانتز بسته که حکومت دموکراسی آن شهر را منحل نموده و خود به استبداد بر آن سلطنت میکرد به افلاطون رسید. افلاطون دعوت را پذیرفت و به آنجا رفت و چندی در دربار دیونیز مهمان شد. ولی از روش حکومت دیونیز که درست عکس روش آرخیتاس بود متنفر گردید و تنفر خود را نیز به نحوی نشان داد، زیرا پس از اندک زمانی به دستور دیونیز دستگیر و تسلیم ناخدای یک کشتی شد که او را به آژین برد و در آنجا به اسارت فروخت. اما کسی پیدا شد و او را خرید و آزاد کرد، به طوری که افلاطون در حدود سال 378 به آتن مراجعت نمود. در این موقع افلاطون فکر ورود در سیاست را برای همیشه از سر بیرون کرد و امیدی هم به اصلاح سیاستمداران وقت نداشت، ولی مصمم بود که وسیله تدریس حکمت جوانان را برای آینده تربیت کند و آماده خدمتگزاری جامعه نماید. شاید هم خیال تأسی مجامع پیتاگوری داشته و میخواست جمعی مردمان نیکسرش و فرزانه را دور خود گرد آورد و یک نوع مجمع افلاطونی ایجاد کند که مرام آن پیروی از اصول زندگانی حکیمانه باشد و سرانجام از میان افراد آن سیاستمداران نوینی پیدا شوند که بتوانند به حکمت و عدل بر هم نوع خود سلطنت و حکومت کنند. باری افلاطون در حدود سال 386 قبل از میلاد مدرسه تحت حمایت آپولون رب النوع هنر و الهه نهگانه هنرهای زیبا به منظور تدریس حکمت به معنی واقعی کلمه تأسیس کرده. برای محل مدرسه باقی را نزدیک دروازه شهر انتخاب نمود که وقف یکی از قهرمانان یونانی موسوم به آکادموس بود و به این جهت مدرسه به نام آکادمی معروف گردید. اگر مدرسه ای را که چند سال پیش از آن ایزوکرات برای شاگردان سوفسطایی ها تأسیس نموده بود به حساب نیاوریم، آکادمی افلاطون اولین دانشگاه اروپایی بود. پس از اندک مدت این مدرسه رونقی به سزا یافت. از همه نقاط چه دور و چه نزدیک شاگردان به آن روی آوردند. عده معلمین مدرسه زیاد بود ولی بیشتر شاگردان از مجالس درس خود افلاطون استفاده می کردند و در آن مجالس موضوع درس حکمت سیاسی و اخلاقی یا به عبارت دیگر مضامین همین کتاب و طرز تدریس هم همان روش محاوره معمول سقراط بود. از جمله شاگردان این مدرسه ارسطو بود که در سن 17 وارد آکادمی شد و تا مرگ افلاطون یعنی 20 سال از آنجا استفاده کرد. افلاطون هنگامی که مدرسه را تأسیس نمود 40 سال داشت و از آن تاریخ به بعد بقیه عمر یعنی 40 سال دیگر را تماماً صرف تدریس و تألیف کرده. تألیفات او عبارت از 27 رساله است که در موضوعهای مختلف نوشته و همه آنها به نام مکالمه‌های سقراطی معروف شده است، زیرا در همه رساله ها یک طرف مکالمه سقراط است و طرف دیگر اشخاص مختلف. تاریخ تألیف این رساله ها درست معلوم نیست، ولی مسلم است که فقط معدودی از آنها قبل از تأسیس آکادمی نوشته شده و قسمت اعظم آن مؤخر بر آن تاریخ است. از جمله همین کتاب جمهور که به یقین در سالهای اول تأسیس آکادمی تألیف گردیده. علاوه بر این رساله ها 13 نامه نیز موجود است که آنها را به افلاطون نسبت می دهند. هرچند اصالت این نامه ها به تحقیق ثابت نگردیده، ولی به طور کلی اینها جزء آثار افلاطون به شمار می آید. مخصوصا نامه معروف به هفتم که موضوع آن حوادث سیاسی ایام جوانی افلاطون و کشمکش درونی او در برابر آن پیشامدها است. باری تقریبا 20 سال بعد از تأسیس آکادمی برای دومین بار افلاطون به شهر سیراکوز سفر کرد و در دربار دیونیز ثانی پسر و جانشین دیونیز اول میهمان شد و یک سال آنجا ماند و بعد به آتن بازگشت. باز هم برای سومین بار 5 سال بعد به همان شهر سفر کرد، ولی چون بین دیونیز و یکی از بستگانش دیون نام بر سر طرز حکومت اختلاف بود و افلاطون جانب دیون را که دوست او و مردی شریف و مهذب بود گرفت، دیونیز نیز خشمی شد و او را دستگیر کرد. بعد افلاطون به وساطت آرخیتاس آزاد شد و از این سفر بی حاصل یک سال طول کشید به آتن مراجعت کرد و همچنان به کار تدریس و تألیف ادامه داد تا سال 347 یا 348 قبل از میلاد که در سن 80 سالگی بود درگذشت.
فؤاد روحانی، تهران، ششم شهریور 1335. پایان دیباچه مترجم. کتاب اول، مقدمه مترجم. قریب به 2400 سال پیش، یک روز که در چند فرسخی شهر آتن یکی از جشن‌های دینی یونانیان قدیم برپاست، سقراط به همراهی گلاکون، برادر افلاطون، به تماشای جشن می رود. پس از برگزاری شدن آیین جشن، هنگامی که سقراط می خواهد به سوی شهر بازگردد، با عده‌ای از دوستانش روبرو می شود که او را از قصد مراجعت به شهر منصرف می کنند و با خود به خانه پیرمردی سفالوس نام می برند که میهمانانی پیر و جوان از جمله تراسیماکوس معلم فلسفه در آنجا جمع هستند. سفالوس مردی است که زندگی خود را به درستکاری گذرانده و اکنون که پیر شده خاطری آسوده و روحی شاد دارد و از پیری نمی نالد. از مال دنیا هم آنقدر به دست آورده است که در این روزهای آخر عمر خود می تواند دویونی را که مردم دیگر دارد بپردازد و به تکالیف دینی خود نیز عمل کند و به نظر وی کمال سعادت در همین آسودگی خاطر است که از انجام تعهدات دنیوی و اجرای وظایف دینی پیدا می شود. از اینجا دامنه مکالمه به بحث درباره عدالت می کشد. اما چه رابطه مستقیمی میان انجام فرایض دینی و مفهوم عدالت هست که بحث بدون خروج از موضوع از آنجا به اینجا می رسد. ما در زبان فارسی از کلمات عدل و عدالت مفهوم عمل به مساوات و احقاق حق و اجرای قانون را درک می کنیم که البته این معانی مترادف با درستکاری و عمل به تکالیف دینی نیست و اگر هر جا در این ترجمه کلمه عدالت به کار رفته، خواننده آن را به معنی متداول زبان فارسی تلقی کند. تصور خواهد کرد که طرفین مکالمه کرارن از موضوع بحث خارج می شوند و سخن نامربوط می گویند، ولی حقیقت این است که در زبان یونانی کلمه دیکاین که در این کتاب ناچار به عدل یا عدالت ترجمه شده دارای معنی بسیار وسیع تر است، از جمله راستگویی، درستکاری، انجام وظیفه، رعایت حقوق دیگران، حق شناسی، انصاف و خلاصه حسن اخلاق به وسیع ترین معنی کلمه. و به اعتبار همین معنی جامع است که در زبان یونانی می گفتند عدالت عبارت از مجموعه محاسنات است. پس خواننده با توجه به این نکته از این تغییر ظاهری موضوع بحث تعجب نخواهد کرد، بلکه به یاد خواهد داشت که در این ترجمه مراد از کلمه عدالت مفهوم خاصی است که شامل معانی مختلف ولی متجانسی می باشد. سقراط اصرار دارد که بداند عدالت چیست. تعریف های مختلفی در این باب ذکر می شود، اما پس از مختصر گفتگو معلوم می گردد که همه آنها غلط یا ناقص است. یکی می گوید عدالت عبارت است از راستگویی و ادای دین. وقتی سقراط ای به این تعریف را تذکر می‌دهد، دیگری آن را به این صورت اصلاح می‌کند که عدالت ادای حق مردم است، با این تعبیر که حق دوست دوستی و حق دشمن دشمنی است. اما سقراط این تعبیر را هم خطا می‌شمارد، زیرا آسیب رساندن به غیر به هیچ صورت شرط عدل نمی‌تواند بود. اینجا معلم فلسفه وارد بحث می شود و با لحن آموزگاری که با شاگرد خود سخن بگوید تعریف جدیدی را عنوان می کند که به خیال وی جامع و کامل و مسئول از هر گونه ایراد است و آن این است که عدالت عبارت از عملی است که به نفع طبقه حاکم و ضرر شخص عادل تمام شود. دلیل او هم این است که قوانین را طبقه حاکمه وضع می کنند و قانونگذار چیزی جز نفع خود نمی اندیشد. پس عمل به حکم قانون چیزی جز خدمت به منافع طبقه حاکمه نیست. اما طولی نمی کشد که سقراط بطلان این تعریف را نیز ثابت می کند، زیرا وی معتقد است که مراد از طبقه حاکمه به معنی واقعی کلمه آن دست مردمانی هستند که نفع اتباع را تأمین می کنند، نه نفع خود. باری اینجا
تراسیماکوس از ادامه تعریف عدالت طفره می‌زند و بحث را به بیان فواید ظلم می‌کشاند. اینجا باید توجه داشت که کلمه ظلم یا ستمگری هم در این ترجمه از حیث مفهوم درست دارای همان وسعت است که در مورد کلمه عدل گفته شد، ولی البته به معنی ضد آن. به عقیده تراسیماکوس قدرت با ظلم ملازمه دارد و عدل رفتار مردم محکوم و عاجز است که اگر قدرت پیدا کنند هرگز پیرامون عدالت نخواهند گشت. و خلاصه تراسیماکوس ظلم را شرط سعادتمندی و عین حکمت می داند. سقراط البته با این نظر مخالف است و چنین می پندارد که هیچ جامعه‌ای، حتی هیچ دست دزدانی، اگر بین افراد آن ظلم حکم فرما باشد پایدار نمی تواند بود، بلکه عدالت شرط هر نوع آمیزش و شرکت و همکاری است. وانگهی اصولا سعادت چیست؟ به عقیده سقراط هر چیزی که آفریده یا ساخته شده خاصیت و فایده‌ای دارد که باید از آن ظاهر گردد، وگرنه وجود آن چیز با عدم یکسان است. به عبارت دیگر کمال هر چیز در تحقق استعدادهای آن است و در مورد نفس انسانی سعادت فرع همین تحقق استعدادها و عمل به وظیفه و خاصیت ذاتی قوای نفسانی است که عین عدالت است و بنابراین ظلم را با سعادت نفس انسانی هیچ گونه مشابهت و تجانسی نیست. با اینکه تراسیماکوس ساکت و مجاب شده است و این بیان اخیر سقراط مواجه با مخالفتی نمی‌گردد، اما مطلب ناتمام است و سقراط خود از نتیجه این بحث راضی نیست، زیرا هنوز تعریف عدالت معلوم نگردیده است. دیروز با گلاکون پسر آریستن به پیرئوس رفته بودم که ادعیه خود را به پیشگاه رب النوع تقدیم و مراسم جشن را هم که برای اولین بار برقرار شده بود تماشا کنم. در اینجا برای رب النوع توضیح داریم. منظور رب النوع است که یونانی ها به نام آرتیمیس و رومی ها به نام دیانا می خوانند و او را خواهر آپولون و خدای شکار می دانستند. اهالی تراس همین رب النوع را به نام بندیس می خواندند و به عنوان خدای ماه می پرستیدند. اشاره‌ای که در آخر کتاب اول به جشن بندیس شده به همین مناسبت است. ادامه. دسته‌ای که از اهالی شهر ترتیب داده بودند بسیار خوب بود، ولی به نظر من دسته‌ای هم که از اهالی تراس آراسته بودند از آن کمتر نبود. پس از اینکه مراسم دعا را به جا آوردیم و از تماشا فارغ شدیم، قصد کردیم که به سوی شهر بازگردیم. چون پل مارکوس پسر سفالوس از دور دید که ما آهنگ بازگشت به خانه داریم، غلام خود را فرستاد که زود خود را به ما رسانده بگوید که صبر کنیم. در اینجا با زیرنویس داره سفالوس اصلا اهل سیراکوز بوده که در اواسط قرن پنجم قبل از میلاد به آتن رفت و با ساختن و فروختن سپر یکی از متمولین معروف وقت شد. ادامه. غلام بچه از عقب رسید و جبه مرا گرفته گفت پول مارکوس میگوید صبر کنید. من برگشتم و پرسیدم ارباب تو کجاست؟ گفت از عقب می آید. خواهش می کنم صبر کنید. گلاکون گفت البته صبر خواهیم کرد. چیزی نگذشت که پول مارکوس و آدیمانتوس برادر گلاکون و نیستراتوس پسر نیسیساس و برخی دیگر که در مراسم جشن شرکت کرده بودند و اینک برمی گشتند به ما رسیدند. در اینجا توضیح داره روی گلاکون. گلاکون و آدیمانتوس فرزندان آریستن و برادران افلاطون بودند. ادامه. پل مارکوس گفت ای سقراط، پیداست که قصد حرکت داری و به سوی شهر می روی. گفتم بد حدس نزده ای. گفت آیا می بینی که جمعیت ما چقدر زیاد است؟ گفتم آری. گفت پس یا ثابت کن که شما از حیث عده قوی ترید یا اینجا بمانید. گفتم اما شق دیگری هم هست و آن این است که ما شما را متقاعد کنیم که باید بگذارید برویم. گفت مگر خیال میکنی کسانی را که حاضر نیستند گوش به حرف بدهند میتوان متقاعد کرد؟
گلاکون گفت حقیقتاً این کار ممکن نیست. گفت پس خوب است بدانید که ما گوش نخواهیم داد. اینجا آدیمانتوس گفت مگر نمی دانید که امشب قرار است مشعلداران به افتخار رب و نو با اسب مسابقه بدهند. گفتم اگر مسابقه اسب سواری است البته تازگی دارد. آیا موضوع مسابقه این است که سواران مشعلهایی در دست گرفته و به دست یکدیگر بدهند یا مسابقه نوع دیگری است؟ پل مارکوس گفت همانطور که گفتی و از این گذشته جشن شبانه هم دایر خواهد بود که بسیار دیدنی است و می توانیم بعد از شام به تماشای آن برویم. بسیاری از جوانان اینجا هم به ما خواهند پیوست و صحبت خواهیم کرد. پس خواهش می کنم که بمانید و درخواست ما را رد نکنید. گلاکون گفت شاید صلاح در این باشد که بمانیم. گفتم بسیار خوب، اگر رأی تو بر این است می مانیم. بنابراین به همراهی پل مارکوس به خانه او رفتیم و برادرانش لیسیاس و اتیدموس را در آنجا یافتیم. تراسیماکوس اهل کالستن و کارمانتیدس اهل پیانیا و کلاتیفون پسر آریستومنس نیز نزد آنها بودند و سفالوس پدر پل مارکوس هم بود. در اینجا بازی توضیح داره. تراسیماکوس یکی از سوفسطایی های معروف معاصر سقراط و مقیم آتن بوده و تألیفاتی در موضوع تدریس سفسطه داشته است و رساله های او در باب معانی و بیان و رموز فن خطابه و مجادله بین شاگردان دست به دست می گشته، ولی از همه آن آثار فقط قطعات کوتاهی باقی مانده که آن هم ارزش مخصوصی ندارد. در که این کتاب تراسیماکوس در حقیقت نماینده و سخنگوی معلمین وقت است که سر و کارشان ظاهراً با فلسفه ولی باطناً با سفسطه و مقالطه بوده است. این معلمین جویای جوانان ثروتمند بودند که در ازای تدریس از آنها اجرت بگیرند، اما آنچه به آنان می آموختند حکمت نبود بلکه فن مجادله و طریقه اقفال عامه و پیش بردن مقاصد سیاسی بود و به همین جهت است که افلادون آنها را تاجر فلسفه می خواند. هرچند این معلمین درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی هم بحث می کردند، اما اصول اخلاقی را دارای ارزش ذاتی نمی دانستند بلکه عقیده داشتند که این اصول مصنوعی و زایده مصالح طبقه حاکم است و هدف غایی آن چیزی جز خدمت ضعفا به نفع اقویا نیست. من جمله در این کتاب ضمن بحثی که در باب ماهیت عدل پیش می آید، تراسیماکوس این صفت را امری قراردادی و فاقد ارزش ذاتی تلقی می کند و حالا که سقراط برعکس آن را به خودی خود بزرگترین حسن و فضیلت نفس انسانی می پندارد. ادامه. چون از خیلی وقت پیش او را ندیده بودم به نظرم چنین آمد که بسیار پیر شده است. وی روی کرسی مخطط داری نشسته و چون به تازگی آیین قربانی را در صحن خانه برگزار کرده بود حلقه گلی دور سر داشته. گرداگرد اتاق جایگاه ها برای نشستن آراسته بودند و ما پهلوی سفالوس نشستیم. سفالوس چون مرادید با اشاره محبت آمیزی گفت ای سقراط، خیلی دیر به پیرئوس می آیی و ما تو را کم می بینیم، ولی بد می کنی. اگر من می توانستم به آسانی تا شهر پیاده بیایم حاجتی به آمدن تو نبود، زیرا ما نزد تو می آمدیم، اما چون حالت من این است که می بینی تو باید زیادتر اینجا بیایی. به راستی من هرچه بیشتر از خوشیهای جسمانی محروم می شوم بیش از پیش به مباحثه علاقه پیدا می کنم و از آن لذت می برم. پس تقاضای مرا رد مکن، با این جوانان معاشر باش و در این حال به دیدن ما هم بیا، چون می دانی که اینجا دوستانی صمیمی داری. گفتم ای سفالوس، بدان که من از صحبت سال خوردگان محظوظ می شوم، زیرا آنها پیش از ما راهی را پیمودند که ما هم به نوبه خود از آن خواهیم گذشت. پس چه خوب است از آنها بپرسیم که آن راه چگونه است، آیا ناهموار و سخت است یا هموار و آسان. تا
تو اکنون در آن مرحله از زندگانی هستی که شعرا آن را آستانه پیری نامیدند و مخصوصا میخواهم از تو سوال کنم راجع به این مرحله چه عقیده‌ای داری؟ آیا این دوره از زندگی مشقات بسیاری در بر دارد یا در این باب نظر دیگری داری؟ گفت ای سقراط، من با کمال میل عقیده خود را به تو خواهم گفت. چنان که میدانی و ضرب المثلی هم به این مضمون هست، پیرانی مثل من غالبا دور هم جمع میشوند و معمولا هنگامی که یکدیگر را میبینند از بخت بد خود شکوه و زاری میکنند، به روزگار جوانی خیش حسرت میبرند، لذایز عشق و مستی و کامربایی و کیفیات دیگر آن را به یاد میآورند و از روی بیقراری میگویند ما مانند مردمی هستیم که گنج بزرگی را گم کرده باشند، زیرا هنگامی بود که در متن‌های خوشی به سر می بردیم و حالا گویی دیگر زنده نیستیم. برخی از آنها هم از این گله دارند که به علت پیری دچار بدرفتاری نزدیکان خود شدند. باری اینان پیری را علت همه صدماتی که به آنها وارد شده می دانند. اما ای سقراط، به عقیده من اینها حقیقتا نمی دانند که عیب کار از کجاست. اگر حق با آنها بود، من و همه آنهایی که به سن من رسیدند نیز میبایستی به همین علت پیری دچار رنج و مشقت باشیم. و حالا اینکه من بسا پیران را دیدم که تجربه آنها غیر از این بوده است، مثلا سوفوکل شاعر یکی از آنها است. یک روز که نزد او بودم، شخصی از او پرسید از نقطه نظر شهوانی حال تو چگونه است؟ آیا هنوز قادر به شهوترانی هستی؟ جواب داد ای رفیق، خاموش باش که بزرگترین سعادت من رهایی از چنگال آن ستمکار بی امان است. در آن وقت این بیان را بسیار فرزانه یافتم و هنوز هم عقیده‌ام همین است، زیرا شکی نیست که سکونت خاطر و رهایی کامل از قید شهوات در پیری فراهم می شود و آنگاه که قلیان هوا و هوس فرو می نشیند، حقیقتا همانطور که سوفوکل گفت مثل این است که انسان از دست عده‌ای ظالم دیوانه رسته باشد. اما مشقات پیران و شکایاتی که از بستگان خود دارند فقط یک منشأ دارد و آن ای سقراط پیری نیست، بلکه طبیعت اشخاص است. زیرا برای آنهایی که دارای طبع ملایم و منطقی هستند پیری بار گرانی نیست و حال آنکه برای طبایع سرکش جوانی و پیری هر دو پرمشقت است. سخنان سفالوس مرا بسیار خوش آمد و چون میل داشتم باز هم از کلمات او بشنوم، خواستم او را به ادامه صحبت ترغیب کنم. بنابراین گفتم ای سفالوس، به گمانم بیشتر کسانی که این سخن را از تو بشنوند عقیده تو را تصدیق نکنند و بگویند که تحمل و شکیبایی تو در پیری مربوط به طبیعت تو نبوده، بلکه به علت ثروت هنگفتی است که دارا می باشی. زیرا اینان میگویند توانگری بسیاری از رنج‌ها را بر طبع هموار می کند. گفت راست است که بسیاری گفته مرا نمی پذیرند و به یک معنی بی حق هم نیستند، اما نه تا آن حدی که خیال می کنند. معروف است وقتی یکی از اهالی سریف به قصد توهین به تمیس تو کلس گفت شهرتی که داری در حقیقت از خود تو نیست، بلکه به علت شهر آتن است که تو اهل آن هستی. تمیسوکلس جواب بسیار متقن و متینی داد، یعنی گفت تصدیق می کنم که اگر من اهل سریف بودم مشهور نمی شدم، ولی تو نیز اگر اهل آتن بودی نامور نمی گردیدی. همین جواب را می توان به اشخاصی داد که ثروتمند نبوده و از تحمل پیری عاجزند. درست است که حتی برای شخص خردمند هم تحمل پیری وقتی با فقر توأم باشد آسان نیست، اما از طرف دیگر مرد بیخرد هر قدر هم توانگر باشد هرگز نمی تواند در درون خود آسایش و آرامشی برقرار کند. گفتم ای سفالوس، آیا قسمت اعظم ثروتی که داری به ارث به تو رسیده یا خود آن را گرد آورده ای؟ گفت ای سقراط، از من میپرسی که خود چه به دست آوردم؟ بدان که در گرد آوردن مال ممکن است مرا حد وسط بین پدر بزرگ و پدرم خواند. نیای من سفالوس نام تقریبا همین مقدار ثروت که من اکنون دارم به میراث برد و چندین برابر نیز بر آن افزود، در صورتی که پدرم
لیسانیاس از آن کاست، چنان که از اندازه فعلی هم کمتر شد. اما من اگر برای این فرزندانم میراثی باقی گذارم که از آنچه خود به ارث بردم کمتر نبوده بلکه کمی بیشتر باشد، خوشنود خواهم بود. گفتم علت سؤال من این است که به نظر تو عشق مفرطی به ثروت نداری و این معمولا صفت کسانی است که ثروت را به سعی و کوشش خود به دست نیاورده باشند، ولی آنهایی که با دسترنج خود تمول پیدا کرده اند دوچندان به آن دلبستگی دارند، زیرا از طرفی به همان علت که شعرا شعر خود و پدران و فرزندان خود را دوست دارند، اینها هم به مال خود علاقمند هستند و از طرف دیگر اینان مثل سایر مردم ثروت را برای فوایدی هم که از آن حاصل می شود دوست می دارند و بنابراین مصاحبت این گونه اشخاص مطلوب نیست، زیرا تنها چیزی که در مورد ستای جهانها است همان ثروت است. گفت درست می گویی. گفتم حالا بگو ببینم به عقیده تو بزرگترین فایده‌ای که از ثروتمندی حاصل می شود چیست؟ گفت چیزی است که کمتر کسی باور خواهد کرد. اما تو ای سقراط می دانی که وقتی شخص نزدیکی مرگ را احساس می کند، اندیشه هایی که تا آن وقت هرگز خاطر او را مشغول نکرده بود باعث بیم و حراس او می شود. یک وقت همین شخص به حکایات راجع به عالم مردگان و به این عقیده که ستمکاران این دنیا در آن دنیا مجازات خواهند شد می خندید. اما اکنون فکر این که شاید این حکایات و اقوال راست باشد روح او را شکنجه می دهد و خواه به علت ضعف پیری، خواه به علت نزدیکی به جهان دیگر، به این گونه مسائل توجه بیشتری می کند و ترس و بدگمانی بر او چیره می گردد. آنگاه شروع به محاسبه اعمال خود می کند و به این فکر می افتد که آیا به کسی ظلم کرده است یا نه، و اگر از گذشته خیش اعمالی ظالمانه به یاد آورد، غالبا مانند کودکان وحشت زده از خواب بیدار می شود و دائما به انتظار بلا به سر می برد. اما حالت کسی که در خود ظلمی سراغ ندارد چنین نیست، زیرا امید یعنی آن یار مهربانی که پیندار شاعر آن را پرستار پیری نامیده است همواره همراه اوست. فی الحقیقت سقراط، این شاعر درباره کسی که به درستی و پرهیزکاری زندگی می کند چه خوش سروده که می گوید امید آن یار شیرین، آن دایه پیری همواره مونس و همقدم او است و قلب او را تقویت می کند. به راستی امید است که خاطر بیقرار انسان را به مقر آسایش هدایت می کند. به عقیده من این تعریفیست بی نهایت زیبا و بزرگترین فایده دارایی در همین است. شاید نه برای هر کس بلکه برای مرد خردمند، زیرا فقط در صورتی می توانیم بدون خوف به جهان دیگر برویم که از خودعه و دروغ، حتی خودعه و دروغ غیر عمدی منزه باشیم و دویون خود را اهم از تکالیف نسبت به خداوند و قروضی که نسبت به بشر داریم ادا کرده باشیم. و برای رسیدن به این منظور ثروت کمک بزرگی است. البته ثروت فواید دیگری هم دارد، اما به طور کلی تصور می کنم برای مرد خردمند بهترین فایده آن همین باشد. گفتم ای سفالوس، آنچه گفتی بسیار نیکوست، اما درباره ادای دین یعنی عدالت آیا می توان آن را بدون قید و شرط بدین سان تعریف کرد که عدالت عبارت است از راستگویی و بازپس دادن مال دیگران؟ یا این اعمال ممکن است گاهی عادلانه باشد و گاهی غیر عادلانه؟ مثلا اگر یکی از دوستان ما هنگامی که عاقل بود اسلحه‌ای به ما داده باشد و بعد دیوانه شود و آن را پس بخواهد، یقینا همه کس تصدیق خواهد کرد که رد اسلحه به او صلاح نیست و هر کس چنین کاری کند و بخواهد تمام حقایق را به شخصی که در این حالت است بگوید عادل نخواهد بود. گفت درست میگویی. گفتم پس نمیتوانیم بگوییم که عدالت عبارت است از راستگویی و بازپس دادن مال غیر. در اینجا پل مارکوس وارد صحبت شد و گفت ای سقراط، اگر قول سیموندیس را بپذیریم تعریف عدالت همین است. سفالوس گفت من این مبحث را برای شما میگذارم و میروم، چون وقت آن است که مراسم قربانی بپردازم. گفتم بسیار خوب، آیا پل مارکوس وارث تو نیست؟ گفت چرا، و تبسمی کرده از ما جدا شد. گفتم اکنون که این مبحث را به ارث بردی بگو ببینم سیموندیس در باب عدالت چه گفته است
که تو پسندیده ای؟ گفت میگوید عدالت عبارت است از اینکه شخصی دینی را که به دیگران دارد ادا کند، و من به سهم خود عقیده دارم که این بیان صحیح است. گفتم البته عقاید سیموندیس را نمیتوان به آسانی انکار کرد، زیرا مردی بود خردمند و ربانی، اما در خصوص معنی این عبارت شاید تو آن را بدانی، اما من حقیقتا از فهم آن عاجزم، زیرا واضح است که آنچه ما حالا می گفتیم منظور او نیست. یعنی اگر کسی چیزی را به ما سپرده باشد و بعد در حال دیوانگی آن را پس بخواهد، رد مال او عدالت نیست، و حالا که چیزی که نزد دیگری سپرده شده آن چیز حقا به امانت گذار می رسد و باید به او رد شود. آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم اما من به این نتیجه رسیدم که اگر مطالبه کننده مجنون باشد باید از پس دادن مال او خودداری کرد. گفت راست است. گفتم پس وقتی سیموندیس میگوید که ادای دین شرط عدالت است، ظاهرا مقصودی دیگر دارد. گفت البته اینطور است، زیرا به عقیده او دوستان موظفند با اینکه در حق یکدیگر خوبی کنند از بدی اجتناب ورزند. گفتم مقصود تو را فهمیدم، میخواهی بگویی اگر کسی پول طلا نزد دیگری بسپارد و بعد طوری شود که استرداد امانت قطعا به حال امانتگزار مضر باشد و امین و امانتگزار با یکدیگر دوست باشند، در این صورت رد طلا ادای حق نیست. آیا به نظر تو مقصود سیموندیس این است؟ گفت البته. گفتم پس در این صورت وظیفه ما این است که همیشه دینی را که به دشمنان خود داریم ادا کنیم. گفت البته باید حق آنها را ادا کنیم، و به گمان من حق این است که هر کس نسبت به دشمن خود بدی کند، زیرا درباره دشمن بدی کردن شایسته است. گفتم پس معلوم می شود سیموندیس به شیوه شعرا در تعریف عدالت معمایی به کار برده است، زیرا ظاهراً به عقیده او عدالت این است که انسان آنچرا که شایسته است در حق دیگران ایفا کند، ولی به جای این عبارت می گویید انسان باید حق دیگران را ادا کند. گفت این تعریف چه عیبی دارد؟ گفتم بگو ببینم اگر از سیموندیس می پرسیدیم پیشه‌ای که آن را تبابت خوانند چه حقی ایفا می دارد و یا چه وظیفه شایسته ای انجام می دهد و کیست که این حق باید نسبت به او ادا شود یا این وظیفه نسبت به او انجام یابد، به عقیده تو چه جواب می داد؟ گفت بدیهی جواب می داد که دین آن عبارت از این است که دوا و غذا و مشروب برای بدن تجویز نماید. گفتم هنر طباخی چه حقی را باید ایفا نماید و چه وظیفه شایسته‌ای بر عهده دارد و آن حق را نسبت به که باید ادا کند؟ گفت دین آن این است که خوراک‌ها را چاشنی زده لذیذ و گوارا سازد. گفتم بسیار خوب، پیشه‌ای که عدالت نام دارد چه می‌کند و عمل آن متوجه کیست؟ گفت به موجب تعریفات دیگری که کردیم باید بگوییم عدالت به دوستان فایده و به دشمنان زیان می رساند. گفتم بنابراین آیا مقصود سیموندیس از عدالت خوبی کردن با دوستان و بدی کردن با دشمنان است؟ گفت خیال می کنم همین طور باشد. گفتم هنگام بیماری کیست که از نظر تندرستی یا عکس آن بتواند به بهترین نحو به دوستان نیکی و به دشمنان بدی کند؟ گفت پزشک است. گفتم هنگام سفر دریا کیست که از لحاظ مخاطرات دریا همین توانایی را داشته باشد؟ گفت ناخدا. گفتم درباره مرد عادل چه میگویی؟ آیا در چه کار و از چه لحاظ است که وی بهتر از دیگران میتواند به دوستان فایده و به دشمنان زیان رساند؟ گفت گمان میکنم چنین فرصت در جنگ میسر باشد که به دشمن بتازد و از دوست دفاع کند. گفتم اما پل مارکوس عزیز، در صورت نبودن مریض پزشک دیگر به درد نمیخورد. گفت راست است. گفتم همچنین هنگامی که مردم در سفر دریا نباشند ناخدا هم به درد نمی خورد. گفت درست است. گفتم پس بر این قیاس آیا وقتی که جنگی در میان نباشد مرد عادل هم بیفایده و عاطل خواهد بود؟ گفت نمیتوان اینطور فکر کرد. گفتم مقصودم این است که آیا عدالت در زمان صلح هم سودمند است؟
گفت البته. گفتم آیا راست نیست که کشاورزی هم همینطور مفید است؟ گفت چرا؟ گفتم از این جهت که محصول زمین را می رویاند. گفت آری. گفتم کفاشی چطور؟ آن هم سودمند است؟ گفت بلی. گفتم لابد می گویی فایده آن این است که کفش تهیه می کند؟ گفت البته. گفتم پس ببینیم عدالت چه احتیاجی را رفع یا چه فایده ای را میسر می سازد تا در هنگام صلح سودمند افتد. گفت ای سقراط، در مورد پیمانها مفید است. گفتم آیا مقصود تو از پیمانها روابط بین شرکا است یا چیز دیگر؟ گفت همان شرکت است. گفتم در بازی نرد کیست که شریک خوب و مفیدی باشد؟ آیا شخص عادل است یا شخص نردباز؟ گفت نردباز. گفتم آیا در آجرکاری و بنایی اگر شریک انسان شخصی عادل باشد بهتر است یا بنا باشد؟ گفت البته بنا باشد بهتر است. گفتم پس همانطور که برای نواختن موسیقی همکار بربط نواز بهتر از همکار عادل است، بگو ببینم در چه نوع معامله ای شرکت با شخص عادل بهتر از شرکت با بربط نواز است؟ گفت گمان میکنم در شرکتی که موضوع آن پول باشد. گفتم البته نه در مورد به کار بردن پول، مثلا در مورد خرید و فروش اسب گمان میکنم شخص اسب شناس شریک بهتری است. گفت ظاهرا اینطور است. گفتم آیا برای خرید و فروش کشتی هم شخص کشتی ساز یا ناخدا بهتر نیست؟ گفت شاید چنین باشد. گفتم پس در موضوع استفاده از سیم و زر چه مواردی است که شریک عادل مفیدتر از دیگران باشد؟ گفت در مورد امانتگذاری و نگاهداری پول. گفتم در واقع مقصود تو مواردی است که احتیاجی به استفاده از پول نباشد، بلکه فقط نگاهداری پول منظور باشد بدون اینکه انتفاعی از آن حاصل شود. گفت اینطور به نظر می رسد. گفتم پس هرگاه کسی بخواهد اسقاله‌ای را محفوظ نگاه دارد، عدالت هم از نظر منافع دیگران و هم از نظر خود آن شخص مفید است، ولی هنگام استعمال آن فن پیرایش درخت سودمندتر است. گفت ظاهرا اینطور است. گفتم آیا درباره سپر و بربط هم همین را میگویی؟ یعنی عدالت برای حفظ این آلات مفید است، ولی اگر بخواهیم آنها را به کار بریم فن جنگ و هنر موسیقی سودمندتر خواهد بود. گفت ناچار به این نتیجه میرسیم. گفتم آیا این بیان درباره همه چیز صادق است؟ یعنی هر وقت چیزی مورد استفاده باشد عدالت بی ثمر و هر وقت چیزی مورد استفاده نباشد عدالت مفید است؟ گفت اینطور به نظر میرسد. گفتم پس ای رفیق، اگر عدالت فقط در مورد چیزهای بیفایده سودمند باشد زیاد به درد نخواهد خورد. باری حال نکته دیگری را در نظر بگیریم. آیا نه این است که در هر نوع نزاع، خواه با مشت باشد خواه با اسلحه، هر کس در وارد کردن ضربت ها مهارت تام داشته باشد، در دفع ضربات حریف هم همین مهارت را دارد؟ گفت البته. گفتم همچنین آیا اینطور نیست که هر کس بر محافظت خود از امراض توانا باشد به خوبی میتواند دیگران را به بیماری مبتلا سازد بدون اینکه کسی به کار او پی ببرد؟ گفت به گمان من همینطور است. گفتم آیا اینطور نیست که کسی که قادر به حفظ یک سپاه باشد در دست برد به نقشه ها و اسرار جنگی دشمن نیز ماهر است؟ گفت البته. گفتم پس هر کس در نگهبانی چیزی مهارت داشته باشد در دزدیدن آن هم ماهر خواهد بود؟ گفت ظاهرا چنین است. گفتم پس اگر شخص عادل در حفاظت پول ماهر باشد در دزدیدن آن نیز باید مهارت داشته باشد؟ گفت شکی نیست که جریان گفتگوی ما را به اینجا می کشاند. گفتم بدین ترتیب نقاب از چهره شخص عادل برداشته شد و معلوم گشت که او دزد ماهری است و شاید این نکته را از هومر آموخته باشی. در اینجا راجع به هومر یک توضیحی داده. هومر در اودیسه خود جد مادری اولیس یا اودیسه را با این عبارت معرفی می کند. و یکی از اشراف و سرآمد دزدان دروغگویان وقت بود. بزرگی خود را از هرمس رب النوع داشت که حسن ظن او را به وسیله قربانی های بره و بزغاله جلب کرده و او را شریک اعمال خود نموده بود. ادامه مطلب. زیرا او
اوتولیکوس جد مادری اودیسه را بسیار دوست می داشت و درباره وی چنین می گوید که در دزدی و سوگند به دروغ خوردن سرآمد مردمان بود. پس اگر قول تو و هومر و سیموندیس را قبول کنیم، معلوم می شود که عدالت یک نوع دزدی است به نفع دوستان و ضرر دشمنان. آیا تو چنین نگفتی؟ گفت: هاشا که من چنین چیزی گفته باشم، اما حالا دیگر یادم نیست چه گفتم. با وجود این، عقیده من همان است که بود، یعنی عدالت عبارت است از کمک کردن به دوستان و زیان رساندن به دشمنان. گفتم: چه تعریفی برای دوستان قائل می شوی؟ آیا دوست انسان کسی است که به گمان وی قابل اعتماد باشد، یا کسی است که در واقع امین باشد، خواه به ظاهر این چنین بنماید یا ننماید؟ و بر این قیاس در تعریف دشمنان. گفت: بیشتر محتمل است انسانهایی را دوست بدارد که به گمان او قابل اعتمادند و آنهایی را منفور بدارد که به گمان او بد هستند. گفتم: آیا نه این است که مردم در این باب به خطا می روند، یعنی اشخاصی را که واقعا شایان اعتماد نیستند معتمد قرار داده و بالعکس آنهایی که سزاوار اعتمادند اطمینان نمی کنند؟ گفت: صحیح است. گفتم: پس آیا ممکن نیست که نیک مردان در نظر بد جلوه کنند، یعنی دشمن شناخته شوند، و تباهکاران در لباس خوبی جلوه گرایند و دوست شناخته شوند؟ گفت: البته ممکن است. گفتم: پس به نتیجه در موردی که فرض کردیم وظیفه انسان این می شود که به بدان خدمت گذارد و به نیکان زیان رساند، آیا این طور نیست؟ گفت: در ظاهر چرا؟ گفتم: مگر نیکان آنهایی نیستند که عدالت را پیشه خود سازند و پیرامون ظلم نگردند؟ گفت: جز این نیست. گفتم: پس بنابر آنچه تو میگویی، بدی کردن درباره آنهایی که ظلم نمی کنند رواست. گفت: ای سقراط، ابدا چنین نیست. به نظر من عیب در جریان مباحثه است. گفتم: پس بدی کردن با بدان و خوبی کردن با نیکان شایسته است؟ گفت: به نظر من این نکته بهتر از آن است که پیش گفتی. گفتم: ای پل مارکوس، چه بسا اشخاصی که درباره دیگران به خطا قضاوت می کنند، یعنی دوست را دشمن و دشمن را دوست می انگارند. پس بنابراین مقدمات وظیفه آنان آسیب رساندن به دوست و خدمتگزاری به دشمن خواهد بود، و حالان که این نتیجه درست عکس آن اصلی است که به تصور ما منظور سیموندیس بوده است. گفت: شکی نیست که نتیجه همین است، اما بیا مبنای مباحثه را تغییر دهیم، زیرا ممکن است که دوست و دشمن را درست تعریف نکرده باشیم. گفتم: در چه قسمت از تعریفی که کردیم ممکن است به خطا رفته باشیم؟ گفت: در آنجا که گفتیم دوست کسی است که به نظر قابل اعتماد آید. گفتم: حالا به نظر تو چه تغییری باید در آن قائل شویم؟ گفت: بگوییم دوست آن است که نه تنها به گمان دیگران قابل اعتماد بوده، بلکه در حقیقت نیز چنین باشد، زیرا کسی که فقط به گمان دیگران قابل اعتماد بوده ولی در واقع چنین نباشد، دوستی است پنداری نه حقیقی. و البته همین تغییر را در تعریف دشمن نیز قائل خواهیم شد. گفتم: پس بنابراین تعریف مرد نیکوکار را باید دوست بدانیم و مرد بدکار را دشمن. گفت: آری. گفتم: پس بد نیست یک نکته هم به تعریف عدالت بیفزاییم، بدین معنی که پیش گفتیم عدالت عبارت است از نیکی کردن با دوستان و بدی کردن با دشمنان. حال بگوییم عدالت عبارت است از نیکی کردن با دوستان در صورتی که خوب باشند و بدی کردن با دشمنان در صورتی که بد باشند. گفت: خوب گفتی و به نظر من این تعریف بسیار پسندیده است. گفتم: آیا طبیعت شخص عادل اقتضا می کند که به فردی از افراد بشر، هر کس که باشد، آسیب رساند؟ گفت: البته، زیرا انسان باید به بدکارانی که با وی دشمنند بدی کند. گفتم: آیا آسیب رسانیدن به یک اسب موجب اصلاح آن حیوان می شود یا بر فساد او می افزاید؟ گفت: بر فساد او می افزاید.
گفتم آیا این فسادتر شدن از چه حیث است؟ از حیث صفات یک اسب یا از حیث صفات یک سگ؟ گفت از حیث صفات یک اسب. گفتم همچنین هرگاه به سگی صدمه رسانند آیا صحیح است که این کار آن حیوان را از لحاظ صفات سگ پرانتز باز نه از لحاظ صفات اسب پرانتز بسته فاسدتر خواهد کرد؟ گفت البته اینطور است. گفتم ای رفیق، مگر درباره انسان همین مطلب صادق نمی آید؟ یعنی اگر به شخصی زیان رسانیم آن شخص از لحاظ صفات انسانی تنزل می یابد و به عبارت دیگر از کمالات بشری او کاسته می شود؟ گفت البته. گفتم آیا عدالت یکی از کمالات انسانی نیست؟ گفت این هم غیر قابل انکار است. گفتم ای رفیق، آیا در این تردید داری که هرگاه به مردم بدی کنیم بیشتر بر تباهی آنها می افزاییم؟ گفت ظاهراً چنین است. گفتم آیا می توان گفت سازنی از راه به کار بردن هنر خیش جهل به علم موسیقی را ترویج می کند؟ گفت محال است. گفتم آیا می توان گفت سوارکاری که هنر خیش را به کار می برد بدین وسیله از مهارت دیگران در اسب سواری می کاهد؟ گفت نه. گفتم بر همین قیاس آیا ممکن است شخص عادل به وسیله عدالت خیش ظلم را ترویج نماید؟ و خلاصه آیا ممکن است اشخاص خوب به وسیله کمالات خود در نفوس دیگران شرارت تولید کنند؟ گفت غیر ممکن است. گفتم به نظر من عمل گرما تولید سردی نیست، بلکه این عمل از ضد آن برمی آید. گفت بدیهی است. گفتم عمل خشکی نیست ایجاد رطوبت نیست، بلکه این کار از ضد آن برمی آید. گفت البته. گفتم عمل شخص نیکوکار هم بدی کردن نیست، بلکه این صفت بدکاران است. گفت درست است. گفتم مگر شخص عادل نیکوکار نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس ای پل مارکوس، بدی کردن خواه با دوست و خواه با دیگران کار آدم عادل نیست، بلکه کار شخص ظالم است. گفت ای سقراط، آنچه میگویی به نظر من تردید ناپذیر است. گفتم پس اگر کسی گفته باشد که عدالت عبارت است از ایفای حق و مقصودش این باشد که حق گذاری بدی کردن با دشمن و نیکی کردن با دوست است، چنین کسی خردمند نبوده و گفته او مطابق با حقیقت نیست، زیرا بر ما مبرهن گردید که هرگز روا نیست انسان به کسی بدی کند. گفت صحیح است. گفتم اگر کسی این قول را به سیموندیس یا بیاس یا پیتاکوس یا هر شخص دانا و نیکوکاری نسبت دهد، من و تو با هم در برابر او قیام خواهیم کرد؟ گفت من به سهم خود با تو هم داستانم. گفتم آیا میدانی این تعریف عدالت را که عبارت از کمک کردن به دوست و آسیب رساندن به دشمن باشد من از که میدانم؟ گفت نه. گفتم خیال میکنم گوینده آن پریاندر باشد یا پری دیکاس یا خشایارشا یا ایسمنیاس از اهالی تیبه و یا شخص ثروتمند دیگری که سرمست قدرت خود بوده است. در اینجا یک زیر نویس داره. بیاس و پیتاکوس و پریاندر و پریدیکاس و ایزمنیاس از جمله 7 حکیمان معروف هستند. ادامه مطلب. گفت آری تردیدی نیست که درست میگویی. گفتم بسیار خوب، اکنون که تعریف عدالت به صورت پیش مردود شد آیا به چه صورت دیگر میتوان آن را تعریف کرد؟ در خلال مباحثه تراسیماکوس چند بار کوشید تا رشته سخن مرا قطع کند، اما آنهایی که نزد او نشسته بودند او را از این کار باز داشتند، چون میخواستند گفتگوی ما را تا آخر بشنوند. همین که ما لحظه درنگ کردیم و من این جمله اخیر را بیان کردم، تراسیماکوس دیگر نتوانست خاموش بماند و خود را جمع کرده مانند حیوانی درنده بر ما حمله آورد، چنان که گویی میخواست ما را شکار کند. پل مارکوس و من از ترس خود را
کنار کشیدیم و او با صدای بلند که به گوش همه حضار می رسید گفت: ای سقراط، فایده این همه پرچانگی شما چه بود؟ چرا آن گونه ابلهانه رفتار می کردید و متناوباً قول یکدیگر را تصدیق می نمودید؟ اگر راست می گویی و می خواهی بدانی عدالت چیست، این چه روشی است که در پیش گرفته ای؟ همواره سؤال می کنی و جوابی را که می شنوی نمی پذیری و این را وسیله فضل فروشی قرار می دهی. می دانی که سؤال کردن بسی آسان‌تر از جواب دادن است. اینک بیا و خود جواب سؤال خیش را بده و بگو ببینم به عقیده تو عدالت چیست، و مبادا در جواب من بگویی عدالت عبارت است از ایفای وظیفه یا عمل به آنچه که مقرون به صرفه و صلاح و استفاده باشد، بلکه باید جواب صریح و دقیق بدهی، زیرا من نمیتوانم این قبیل یاوه‌ها را از تو بشنوم. من چون سخنان او را شنیدم متحیر و مبهوت شدم و آثار ترس بر چهره من هویدا گشت، و اگر قبلا متوجه قیافه تراسیماکوس نشده بودم شاید آنگاه نگاه خشمناک او قوه گفتار را به کلی از من سلب می کرد. در اینجا زیر نویس داره: اشاره به عقیده موهوم یونانیان است که هرگاه گرگ چشمش به کسی بیفتد، آن کس اگر اول متوجه گرگ نشده باشد لال می شود. ادامه مطلب. اما در همان ابتدا که گفتگوی ما آثار غضب بر او نمودار گشت، متوجه حال او شده بودم و همین مرا توانایی بخشید که به او جواب دهم و با لرز و تشویش گفتم: ای تراسیماکوس، این همه بر ما خورده مگیر، زیرا اگر پولمارکوس و من در تحقیق این مسئله گمراه شده باشیم، یقیناً گناه ما عمدی نبوده است. اگر ما در جستجوی طلا بودیم، هرگز نمی گذاشتیم که وقتمان به رعایت آداب و تعارفات تلف گردد و به نتیجه از یافتن طلا بازمانیم. پس حال که منظور ما پی بردن به عدالت، یعنی چیزی است که از طلا هم پربهاتر می باشد، چگونه ممکن است که ابلهانه و عاجزانه به سخن یکدیگر تسلیم شویم؟ بلکه ما برای کشف این حقیقت نهایت جدیت را به خرج داده ایم و تحقیق ما کاملا جدی است. منتها شاید این کار بیرون از حد توانایی ما باشد و اینک سزاوارتر چنان است که شما مردمان هوشمند درباره ما دلسوزی نمایید و به عیب جویی نپردازید. چون تراسیماکوس این سخن را شنید، خنده تمسخرآمیزی کرده گفت: این همان شیوه استهزایی سقراط است. ای سقراط، من می دانستم همین طور خواهد شد و به دیگران هم گفته بودم که تو زیر بار جواب دادن نخواهی رفت، بلکه به نیرنگ و دستاویزی متشبس خواهی شد که از پاسخ یک پرسش ساده سر باز زنی. گفتم: ای تراسیماکوس، تو مردی هستی دانا و میدانی که اگر از کسی بپرسی عدد 12 چیست و بگویی ای رفیق حق نداری بگویی 12 عبارت است از 2 بار 6 یا 3 بار 4 یا 6 بار 2 یا 4 بار 3، زیرا من حاضر نیستم این قبیل یاوه ها از تو بشنوم. وی جواب چنین سؤالی را نخواهد داد، بلکه ممکن است به تو بگوید: ای تراسیماکوس، مقصودت چیست؟ آیا من نباید هیچ یک از این جواب‌ها را بدهم؟ و اگر اتفاقاً یکی از این جواب‌ها صحیح باشد تکلیف چیست؟ آیا انتظار داری که من جواب غلط بدهم یا منظور دیگری داری؟ در این صورت چه خواهی گفت؟ گفت: به به، واقعاً این که گفتید چقدر با مطلب ما مناسبت دارد. گفتم: چرا مناسبت ندارد؟ اما فرض کنیم که مناسبتی هم نداشته باشد. مطلب این است که اگر یکی از این جوابها به نظر شخص مخاطب صحیح بیاید، خیال میکنی وی به خاطر رعایت دستور تو از دادن آن پاسخ خودداری خواهد کرد. گفت: معلوم می شود تو می خواهی همین کار را بکنی. مگر می خواهی یکی از همین جوابهایی را بدهی که قبلن تو را از اظهار آن من کردم؟ گفتم: ممکن است پس از تفکر در این باب به این نتیجه برسم که باید چنین کرد و این تعجبی نخواهد داشت. گفت: حالا اگر من در باب عدالت به تو جوابی بدهم که غیر از همه جوابها و بهتر از همه باشد، چه خواهی کرد و چه جریمه‌ای حاضری بدهی؟ گفتم: چه جریمه‌ای بهتر و مناسبتر از آن است که به نادانان تعلق می‌گیرد، یعنی اینکه از دانایان درس گیرند، و من با کمال میل خود را مشمول آن جریمه خواهم ساخت.
گفت تو مردی شیرین زبان هستی، البته لازم است درس بگیری، اما برای درس گرفتن پول نقد هم باید داد. گفتم البته اگر داشته باشم دریغ نخواهم نمود. گلاکون گفت ای تراسیماکوس، مسئله مهمی نیست، اگر منظور تو پول است حرفت را بزن، چون ما همه حاضریم که به جای سقراط پول بدهیم. گفت آری بد نیست، بگذاریم سقراط به بازی معمول خود مشغول شود، یعنی خودش از جواب دادن سر باز زند و به پاسخهای دیگران گوش فرا دهد، بعد هم آنها را رد کند. گفتم آخر چطور از کسی که نادان است و به جهل خود اعتراف دارد توقع پاسخ توان داشت، علل خصوص در این مورد که چنانچه او فرزن جوابی هم در نظر داشته باشد، یکی از صاحبان رأی او را از اظهار عقیده منع کرده باشد. اگر تو سخن بگویی به مراتب بهتر است، زیرا مدعی بودی که جوابی هم حاضر داری. اینک خواهش مرا بپذیر و با بیان عقیده خود بر من منت بگذار و فیض دانش خیش را از گلاکون و سایر حضار مضایقه مدار. در اینجا گلاکون و دیگران از تراسیماکوس خواهش کردند که تقاضای مرا بپذیرد. البته او خود نیز قلباً مایل بود که رشته سخن به دست وی افتد، زیرا خیال می‌کرد با جواب کاملی که حاضر دارد همه حضار را به تحسین خیش وادار خواهد کرد، اما در ظاهر اصرار می‌کرد که من جواب بدهم. باری عاقبت تسلیم شد و گفت بلی، علم سقراط همین است که خود چیزی به مردم نیاموزد و هر جا می رود از ثمره علم دیگران برخوردار گردد. لااقل در مورد این درس ها سپاسگزار هم نیست. گفتم ای تراسیماکوس، صحیح است که من از دانش دیگران برخوردار می شوم، اما این که می گویی سپاسگزار نیستم راست نیست، بلکه من تا آنجا که می توانم حق شناسی می کنم، منتها چون پول ندارم جز تمجید و تحسین کاری از دستم بر نمی آید، چنان که وقتی تو جوابت را دادی خواهی دید که اگر آن جواب در نظر من خوب باشد تا چه حد در تکریم و ستایش تو خواهم کوشید و از هم اکنون پیشبینی می کنم که جواب تو خوب خواهد بود. گفت پس گوش کن، من میگویم عدالت چیزی نیست جز عمل به نفع و مصلحت اقویا. هان پس چه شد که خاموشی و چرا از تحسین خودداری می نمایی؟ گفتم اول باید مقصود تو را بفهمم و من هنوز به آن پی نبردم. تو میگویی آنچه به حال اقویا نافع است عادلانه است، اما معلوم نیست منظور تو چیست. مثلا به یقین تو نمیخواهی این مطلب را برسانی که اگر پولیداماس پهلوان از ما قوی تر و خوردن گوشت گاو برای حفظ قوای او سودمند باشد، پس برای ما هم که ضعیفیم این خوراک سودمند و به نتیجه عادلانه است. در اینجا زیر نویس داریم. پولیداماس پهلوان معروفی بود که با شیر مبارزه می کرد و بی هیچ سلاحی با سربازان مسلح می جنگید و به علت تنومندی ناچار بود غذاهای بسیار مقوی بخورد. ادامه مطلب. گفت ای سقراط، هیچ شرم نمی داری؟ چرا مقصود مرا درست آنطور تعبیر می کنی که بزرگترین لطمه به قول من وارد آید؟ گفتم من ابدا چنین قصد ندارم، خواهش میکنم مقصود خود را روشنتر بیان کنی. گفت مگر نمیدانی که در بعضی شهرها حکومت استبدادی برقرار است، در بعضی حکومت در دست عامه و در بعضی دیگر حکومت در دست اشراف است. گفتم البته این طور است. گفت در هر شهر هم قدرت در دست حکومت آن است. گفتم صحیح است. گفت بسیار خوب، هر حکومت قوانینی وضع می کند که به نفع خود آن باشد. مثلا حکومت عوام قوانینی عوام پسند وضع می کند و حکومت استبدادی قوانینی مستبدانه و حکومت‌های دیگر هم بر همین قیاس. با وضع این قوانین حکومت‌ها هرچرا که به نفع خود آنها باشد عادلانه و مجاز می دانند و هر کس را که از آن سرپیچی کند به اتهام قانون شکنی و ستمکاری مجازات می کنند. پس منظور من این است که در همه شهرها عدالت عبارت از یک چیز است، یعنی آنچه به حال حکومت مطبوعه آن شهر نافع باشد، و چون قدرت در دست حکومت است از راه استدلال صحیح به این نتیجه می رسیم که عدالت همیشه یک مفهوم دارد و آن چیزی است که برای اقویا سودمند باشد. گفتم مقصود تو را دریافتم و حالا باید فکر کنم که این مطلب درست است یا نه. اما ای تراسیماکوس،
جواب این بود که عدالت چیزی است که نافع باشد و حالان که تو خود مرا از دادن این جواب منع کردی، هرچند قیدی هم بر این جمله بیفزودی و گفتی نافع به حال اقویا. گفت میخواهی بگویی این قید که من اضافه کردم خالی از اهمیت است؟ گفتم هنوز اهمیت یا عدم اهمیت آن معلوم نیست و اکنون باید تحقیق کنیم در اینکه بیان تو صحیح است یا نه. من تصدیق می کنم که به یک معنی خاصیت عدالت در نافع بودن آن است، اما تو پیشتر رفته نفع آن را به حال اقویا تخصیص می دهی و من یقین ندارم که چنین باشد. باید فکر کنم. گفت فکر کن. گفتم البته. حالا بگو ببینم آیا تو فرمانبرداری از حکام را شرط عدالت می دانی؟ گفت آری. گفتم آیا حکام شهر هرگز به خطا نمی روند یا ممکن است گاهی به خطا روند؟ گفت البته ممکن است اشتباه کنند. گفتم بنابراین آیا نمی توانیم بگوییم که قوانین موضوعه آنان نیز گاه بر وفق صواب و گاه بر طریق خطاست؟ گفت گمان می کنم همینطور باشد. گفتم اما قوانین صواب آنهایی است که به نفع ایشان و قوانین خطا آنهایی است که به ضرر ایشان باشد. آیا عقیده تو این نیست؟ گفت چرا؟ گفتم فرمان برداران هم باید هر آنچه حکام امر می کنند اجرا نمایند و این عدالت است؟ گفت آری. گفتم پس مطابق بیان تو عدالت نه تنها عبارت است از عمل به آنچه به حال اقویا نافع باشد، بلکه شامل عکس آن، یعنی آنچه به حال ایشان نافع نباشد نیز می شود. گفت چه میگویی؟ گفتم گمان میکنم همان است که تو میگویی. بیا قدری بیشتر دقت کنیم. آیا تصدیق نکردیم که حکام هنگامی که برای اتباع خود قوانینی وضع میکنند گاهی در این امر که چه چیزی به نفع خودشان است به خطا میروند و معذالک ما این را شرط عدالت دانستیم که اتباع فرمان آنها را اطاعت کنند؟ آیا این مسئله تصدیق نشد؟ گفت گمان میکنم تصدیق شد. گفتم همین تصدیق از طرفی متضمن این هم هست که عمل به آنچه برای حکام و اقویا ضرر داشته باشد شرط عدالت شمرده شود، زیرا حکام گاه اوامری صادر می نمایند بیان که متوجه شوند که اجرای آن اوامر به زیان خود آنان تمام خواهد شد. و تو گفتی عدالت عبارت از این است که فرمان حکام از طرف فرمان برداران مورد اطاعت قرار گیرد. پس ای تراسیماکوس بسیار دانا، آیا ناچار به این نتیجه نمی رسیم که تعریف عدالت شامل اعمالی مخالف آنچه تو می گویی نیز می شود؟ زیرا چنان که دیدیم گاه ضعفا موظف به انجام اعمالی می گردند که بر ضرر اقویا تمام می شود. پولمارکوس گفت ای سقراط، به خدا بیان تو مثل روز روشن است. کلاتیو فون رو به پولمارکوس کرده و گفت بلی، اگر تو به نفع سقراط گواهی دهی همینطور است. وی جواب داد چه حاجتی به گواهی من است؟ تراسیماکوس خود معترف است که حکام گاهی اوامری صادر می کنند که به ضرر آنهاست و از طرفی هم اطاعت این حکام را بر اتباع آنان فرض و شرط عدالت دانست. گفت خیر ای پولمارکوس، این طور نیست. آنچه تراسیماکوس گفت این بود که فرمانبرداری از حکام شرط عدالت است. گفت آری، و این را هم گفت که عدالت آن چیزی است که به نفع اقویا باشد و در ضمن بیان این دو نکته اعتراف نمود که گاهی اقویا به زیر دستان خود حکم به اعمالی می کنند که به ضرر خود آمرین است. نتیجه منطقی این اعترافات این است که همانطور که عمل به آنچه به نفع اقویاست عدالت است، عمل به آنچه هم که به ضرر ایشان است عدالت است. کلاتیوفون گفت اما مقصود او از نفع اقویا چیزی است که به قضاوت خود اقویا به نفع آنان باشد و این است آنچه ضعفا باید به آن عمل کنند. تعریفی هم که تراسیماکوس در باب عدالت کرد از این قرار بود. پولمارکوس گفت درست نیست، او چنین نگفت. گفت ای پولمارکوس، مسئله نیست. اگر تراسیماکوس حالا چنین میگوید ما هم حرفی نداریم که مقصود او را همینطور تلقی کنیم. ای تراسیماکوس، بگو ببینم آیا همینطور میخواستی عدالت را تعریف کنی؟ یعنی میخواستی بگویی عدالت آن چیزی است که اقویا به حال خود سودمند میپندارند، خواه حقیقتا اینطور باشد خواه نه؟ آیا میخواهی بگوییم مقصود تو این بود؟ گفت هرگز. تو خیال میکنی من شخص خطاکار را در حین ارتکاب خطا از اقویا میشمارم؟
گفتم من گمان کردم منظور تو این است، زیرا تصدیق کردی که حکام جایز الخطا هستند و گاهی اشتباه میکنند. گفت ای سقراط، تو در بحث مغالطه میکنی. اگر پزشکی درباره بیمارانش خطایی کند، آیا تو او را در آن وقت نسبت به همان مورد اشتباه پزشک میخوانی؟ آیا کسی را که در محاسبه خطا کند در همان موقع و نسبت به همان مورد اشتباه محاسب مینامی؟ نه، چنین نیست. و به نظر من این فقط اصطلاحی است که میگوییم پزشک یا محاسب یا استاد دستور زبان خطا کرد. حقیقت امر این است که هیچ یک از اینها تا آنجا که به راستی دارای این صفاتند هرگز خطا نمی کنند، و چون طالب دقت در بیان هستی برای اینکه گفتار ما دقیق و صریح باشد، باید بگوییم که صاحبان هنر را هرگز خطا روی نمی دهد. بلکه اگر این گونه اشخاص خطایی سرزند، در موردی است که علم نداشته، یعنی در واقع صاحب هنر نبودند، و همین که در خصوص صاحبان هنر و دانایان گفتیم درباره حکام نیز صادق می آید. پس حکام تا آنجا که حقیقتاً لایق این نام است از خطا مبراست. هرچند ما در اصطلاح متداول می گوییم پزشک اشتباه کرد و حاکم اشتباه کرد، جوابی هم که من لحظه پیش به تو دادم به همین زبان متداول بود، ولی صورت دقیق بیان من این است که حاکم تا حدی که حاکم است هرگز خطا نمی کند، و چون جایز الخطا نیست آن چیز را تجویز می کند که برای خود او نافع است، و این فرمان او را اتباعش باید اجرا کنند. پس همانطور که در آغاز گفتم، عدالت عبارت است از عمل کردن به آنچه به حال اقویا نافع است. گفتم بسیار خوب بیان کردی، پس معلوم می شود تو مرا اهل مقالطه می دانی. گفت البته. گفتم آیا خیال می کنی این سوالات که من از تو می کنم عمدن برای این است که آبروی تو را در مباحثه بریزم؟ گفت من خوب می دانم که منظور تو این است، اما کوشش تو بیهوده است، زیرا من به حیله های تو فریب نمی خورم و نخواهی توانست به هیچ وجه مرا در مباحثه مغلوب سازی. گفتم ای تراسیماکوس، من هیچ چنین قصدی ندارم، و برای اینکه در آینده دچار این گونه سوء تفاهم نشویم، خواهش میکنم دقیقا بگویی که وقتی از اقویا سخن میرانی و میگویی عدالت این است که ضعفا خود را وقف به منافع اقویا کنند، آیا تو عبارت حکام و اقویا را به معنی متداول به کار میبری یا به آن معنی دقیق تر که حالا برای ما شرح دادی؟ گفت مقصود من حاکم به دقیق ترین معنی کلمه است. کوشش کن تا اگر بتوانی حیله و مقالطه خود را در اینجا به کار ببری. من هیچ خواهشی ارفاق از تو ندارم، زیرا تو در هر حال عاجز هستی. گفتم آیا خیال میکنی من آنقدر دیوانم که بخواهم شیری را سر بتراشم یا تراسیماکوس را فرید دهم؟ گفت لحظه پیش به همین منظور کوشش خود را کردی ولی بی ثمر ماند. گفتم بسیار خوب، دیگر از این موضوع چیزی نگوییم. حالا جواب این نکته را بده، آیا یک پزشک به معنی دقیق که بیان کردی گردآورنده پول است یا شفا دهنده بیمار؟ و بدان که منظور من پزشک حقیقی است. گفت شفا دهنده بیمار است. گفتم درباره ناخدای کشتی چه میگویی؟ آیا ناخدای حقیقی کسی است که بر دریا نوردان حاکم باشد یا کسی که خود دریا نورد باشد؟ گفت حاکم دریا نوردان است. گفتم در این صورت به گمان من بودن او در روی کشتی شرط و ملاک نیست، و این که ما او را ناخدا می نامیم به این سبب نیست که در روی کشتی است، بلکه به علت مهارت او و حکومتی است که نسبت به دریا نوردان دارد. گفت راست است. گفتم هم بیماران هم دریا نوردان منافع مخصوصی دارند که باید تأمین شود، آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم آیا منظور حرفن این نیست که منافع موضوع خود را تأمین نماید؟ گفت همین است. گفتم آیا نفع خود فن جز در این است که حتی الامکان کامل باشد؟ گفت مقصود تو از این پرسش چیست؟ گفتم مقصودم این است که اگر از من بپرسی آیا برای بدن همین کافی است که بدن باشد یا به چیز دیگری هم حاجت دارد، جواب میدهم البته به چیز دیگری حاجت دارد، و در حقیقت به همین سبب است که فن طبابت پیدا شده، زیرا بدن ناقص است و به خودی خود نمیتواند درد خیش را دوا کند، و فن طبابت برای این منظور تأسیس شده که آنچه به جهت بدن سودمند است فراهم کند. آیا به نظر تو این جواب صحیح است؟ گفت کاملا صحیح است.
گفتم ولی آیا فن طبابت خود ناقص است؟ به عبارت دیگر می دانیم که چشم محتاج است به قوه باصره و گوش محتاج به قوه سامعه، و آنچه برای این قوا سودمند است باید به وسیله فنی که بر چشم و گوش حاکم است کشف و فراهم شود. آیا باید بر همین قیاس بگوییم هر فنی هم به یک نوع قوه خارج از خود محتاج است؟ آیا فن فن نفس ناقص است بدین معنی که هر فنی برای رفع نواقص خود محتاج به فن دیگری بوده و این یک نیز به نوبه خود محتاج به فن دیگری باشد و همچنین الی غیر النهایه؟ آیا هر یک از فنون نفع خود را می جوید یا اساساً فنون مستقنی از آنند که مستقیماً یا به وسیله دیگری رفع نقیصه ای از خود کنند؟ زیرا در واقع هیچ فنی در معرض نقص و خطا نیست و عمل هیچ فن هم این نیست که نفع چیزی را جز نفع موضوع و منظور خود بجوید، بلکه مادام که یک فن به معنی واقعی تمامیت خود را از دست ندهد خطا در آن راه ندارد و بنابراین بی نقص و عیب است. حال با توجه به اینکه ما کلمات را به معنی واقعی آنها به کار میبریم، ببینیم آن شق اول که گفتیم درست‌تر است یا این شق آخر. گفت به نظر من این شق آخر درست است. گفتم پس فن طبابت جویای نفع خود نیست، بلکه جویای آن چیزی است که برای بدن سودمند باشد. گفت آری. گفتم فن دامپزشکی هم جویای نفع خود نیست، بلکه جویای چیزی است که به حال اسب نافع باشد و هیچ فنی جویای بهبود خود نیست، زیرا به چیزی حاجت ندارد، بلکه نفع موضوع و منظور خود را می جوید. گفت ظاهرا چنین است. گفتم اما ای تراسیماکوس، فنون بر موضوع خود حاکم و مسلطند. این نکته را تصدیق کرد، لیکن با کمال اکراه گفتم پس هیچ فنی نفع شیء قوی تر را تجویز نمی کند و طالب آن هم نیست، بلکه نفع آنچه را که ضعیفتر و در تحت سلطه آن است می جوید. تراسیماکوس اول کوشش نمود که به مجادله بپردازد، اما بالاخره این نکته را هم تصدیق کرد. بعد از اعتراف او من گفتم بنابراین آیا می توان گفت که طبیب در عمل به فن پزشکی جویا و طالب نفع طبیب است نه نفع بیمار؟ این مسئله تصدیق شد که پزشک به معنی واقعی کسی است که حاکم بر بدن باشد نه مزدور. آیا این را تصدیق نکردیم؟ گفت تصدیق کردیم. گفتم آیا اینطور نیست که ناخدا به معنی واقعی کلمه حاکم دریانوردان است نه دریانورد تنها؟ گفت بله، این موضوع هم تصدیق شد. گفتم پس یک چنین ناخدا و حاکم جویا و طالب نفع خود نیست، بلکه ناظر به نفع دریانوردانی است که تحت سلطه او هستند. این نکته را هم از روی کراهت قبول کرد. گفتم پس ای تراسیماکوس، هیچ حاکم در هیچ نوع حکومت نفع خود را جایز ندانسته و طالب نیست، بلکه جویای نفع کسانی است که بر آن حکومت میراند. آنچه می کند و می گوید ناظر به کسانی است که در ظل حکومت وی هستند و نفع و خیر آنها را می اندیشد. وقتی گفتگوی ما بدین جا رسید، همه متوجه شدند که ما در تحقیق چگونگی عدالت به تعریفی رسیدیم که درست عکس مدعای تراسیماکوس بود. ولی تراسیماکوس به جای اینکه جوابی بدهد گفت ای سقراط، بگو ببینم پرستار داری؟ گفتم این چه سوالی است؟ آیا نباید در عوض این گونه پرسش ها جواب مرا بدهی؟ گفت سوال من از این سبب است که وقتی آب دهان و بینی تو جاری می شود، پرستاری نمی بینم که تو را تمیز کند و به حال خود می مانی. فی الواقع هنوز احتیاج به پرستار داری، زیرا تا کنون به تو نیاموختند که بین گوسفند و چوپان فرق بگذاری. گفتم مقصودت را توضیح بده. گفت تصور تو بر این است که چوپان که خیر گله خود را می اندیشد و گاو و گوسفند را حفظ کرده فربه می سازد، منظوری غیر از خیر خود و خیر ارباب خود دارد و نیز خیال می کنی که حکام شهرها یعنی حکام واقعی به اتباع خود با نظری غیر از همان نظر که چوپان نسبت به گوسفند دارد می نگرند، ولی غافلی از این که آنان شب و روز در تلاش هستند تا نفع خود را به دست آورند لا غیر. اگر علم تو درباره عدالت و ظلم تا این درجه محدود نبود، می دانستی که عدالت در حقیقت عبارت است از عمل
به نفع غیر یا تأمین منافع اقویا، یعنی حکام و مردمان مطیع و خدمتگزار بهره جزیان ندارند، و ظلم ضد آن است، یعنی کیفیتی است که بر آن مردم ساده و عادل حقیقی حکومت می نمایند و اتباع به نفع اقویا کار می کنند و وسیله اطاعت خود به سعادت آنها کمک می نمایند، نه به سعادت خیش. ای سقراط ساده لوح، برای درک این مطلب همینقدر متوجه شو به اینکه مرد عادل همواره روزگارش بدتر از مرد ظالم است. موضوع داد و ستد بازرگانی را در نظر بگیریم و فرض کنیم یک عادل و یک ظالم با هم شریکند. در موقع انحلال این شرکت هرگز نخواهی دید که شریک عادل بیش از شریک ظالم داشته باشد، بلکه کمتر خواهد داشت. همچنین است در مسائل مملکتی. مثلا هرگاه حکم پرداخت مالیات شود، خواهی دید که با درآمد مساوی شخص عادل بیشتر می پردازد و ظالم کمتر. همچنین هنگامی که مسئله تحصیل مال در بین باشد، شخص عادل تهی دست می ماند ولی ظالم بهره فراوان می برد. و همینطور وقتی هر دو دارای مقام دولتی باشند، آن یک که عادل است، گذشته از تحمل زیانهای دیگر، کارهای شخصی خود را در نتیجه عدم توجه مختل می سازد و علاقه وی به عدالت مانع می شود از اینکه امور عمومی را وسیله استفاده خصوصی قرار دهد. به علاوه خیشان و آشنایانش هم از او رو بر می گردانند، زیرا شخص عادل حاضر نمی شود که به نفع اقویای خود از عدالت منحرف گردد. اما وضع آن یک که ظالم است از هر حیث عکس آن است. چنان که پیش گفتم، مقصودم شخصی است که بتواند برای خود مزایایی به ضرر دیگران فراهم سازد. حال اگر بخواهی بدانی که ظلم برای یک فرد چقدر مفیدتر از عدالت است، چنین کسی را در نظر خود مجسم کن و برای اینکه مطلب را خوب دریابی، تصور ظلم را به حد افراد برسان. زیرا همین افراد در ظلم است که ستمکاران را به منتهای درجه سعادت رسانیده، ستم دیدگان را که نمیخواهند ظلم را به ظلم مقابل نمایند دچار بدبختی میسازد. همین ظلم است که به ستمگران اجازه میدهد که به دستبردهای کوچک اکتفا نکرده و با توسط به جبر و تزویر تعدی فاحش به مال غیر کنند، بیان که میان اشیاء مقدس و اموال خصوصی و عمومی فرق گذارند. اگر این گونه ستمگری ها از یک فرد عادی مشاهده شود، او را محکوم به مجازات کرده و رسوا می سازند و به تناسب نوع تعرضی که از او سرزده باشد، عناوینی از قبیل هتک حرمت مقدسات یا برده فروشی یا تجاوز به ملک غیر یا کلاهبرداری و یا دزدی برای عمل او قائل می شوند. اما این عناوین ننگین به ستمکارانی که اموال زیر دستان را یک بار چپاول کرده، خود آنان را هم به اسارت در می آورند اطلاق نمی شود. بلعکس هم میهنان آنها، بلکه همه کسانی که از مظالم بیباکانه آنها آگاهند، آنان را خوشبخت و سعادتمند می خوانند. اگر مردم ظلم و ستم را تقبیح می کنند، از این رو نیست که از ارتکاب آن بیزارند، بلکه از این سبب است که می ترسند دیگران به آنها ظلم کنند. پس ای سقراط، ظلم وقتی به منتهای درجه برسد، یک قدرت و آزادی و توانایی به انسان می دهد که در عدالت نیست. و همچنان که در ابتدای مباحثه گفتم، عدالت عمل به نفع اقویا و ظلم وسیله تأمین نفع و مصلحت خود ظالم است. وقتی صحبت به اینجا رسید، تراسیماکوس که مانند دلاک حمام در اینجا زیر نویس داره. در گرمابه‌های یونان هم مانند گرمابه‌های ما، دلاک تشت بزرگی را پر از آب گرم می‌کرد و با یک حرکت به سرتاپای مشتری فرو می‌ریخت. ادامه مطلب. نطق خود را سیلاب‌وار بر گوش ما فرو ریخته بود، خواست ما را بگذارد و برود، اما حضار راضی نشدند و اصرار کردند که بماند و گفته‌های خود را مدلل سازد. من هم همین خواهش را از او کردم و گفتم ای تراسیماکوس عزیز، با چنین بیانی که برای ما کردی سزاوار نیست به این زودی بگذاری و بروی، بلکه باید اول هم بر ما هم بر خود تو ثابت گردد که آنچه گفتی حقیقت دارد یا نه. ما در مقام تحقیق برآمدیم تا بدانیم که اگر خواسته باشیم حتی المقدور از زندگانی خود بهره‌مند شویم، چه روشی را باید در تمام عمر پیش گیریم. آیا به نظر تو مطلب کوچک است؟
گفت مگر گمان میکنی من پی به اهمیت موضوع نبردم؟ گفتم ظاهر این است، وگر نباید بگوییم تو پروایی به حال ما نداری و ما را از معلوماتی که مدعی آن هستی بی بهره میگذاری و چون ما را از این فیض محروم میداری معلوم میشود که خوبی و بدی روزگار ما برای تو یکسان است. پس بیا و این رنج را به خود هموار کن که ما را همانند خیش متقاعد سازی و بدان که اگر این منت را بر ما بگذاری زحمت تو به هدر نخواهد رفت. باری من به سهم خود باید بگویم که آنچه گفتی مرا متقاعد نساخت و به عقیده من ظلم سودمندتر از عدل نیست، ولو تو هم با آزادی کامل و فقدان موانع باشد. البته ممکن است شخص ظالم وجود داشته باشد و نیز ممکن است که وی در رویه ستمکارانه خود کامیاب گردد و آن یا از این طریق است که دیگران پی به ظلم او نبرند یا به این نحو که عنفن بر مقاومت دیگران فایق آید، ولی معذالک وجود چنین کسی مرا متقاعد نخواهد ساخت که ظلم در حقیقت سودمندتر از عدل باشد. شاید غیر از من در میان حاضرین دیگران هم دارای همین عقیده باشند. پس ای دوست گرامی، اگر به خطا رفته ایم دلیل مقنی بیاور بر این که ما نباید عدالت را بر ظلم ترجیح دهیم. گفت عجب انتظاری داری؟ اگر با همه آنچه گفتم متقاعد نشده باشی دیگر چه توانم کرد؟ آیا میخواهی مطلب را به زور به مغز تو فرو کنم؟ گفتم نمیخواهم چنین کنی، اما توقعی که از تو دارم این است که بر سر حرف خود بیستی و چنانچه میخواهی عقیده خود را تغییر دهی، آشکار بگویی و ما را فریب ندهی. زیرا ای تراسیماکوس، اگر نظری به جریان محاوره بکنیم خواهیم دید که تو در آغاز گفتار اصرار داشتی که پزشک را به معنی واقعی تعریف کنی. معذالک وقتی که بعداً به تعریف چوپان برداختی آن دقت را لازم ندانستی و چنین اظهار عقیده کردی که کار چوپان در عمل به فن خود این است که گوسفندان را فربه سازد بدون اینکه در فکر خیر آنها باشد، بلکه اندیشه وی مانند اشخاص شکم پرور فراهم ساختن خوراک لذیذ است. یا منظور او مانند گردآورندگان پول کسب نفع است، نه چوپانی صرف. و حالان که موضوع فن چوپان جز این نیست که خیر گله‌ای را که به او سپردند تأمین کند و اندیشه بهبود فن مورد ندارد، زیرا آن فن مادام که تابع مقتضیات طبیعی خود یعنی اصول چوپانی واقعی باشد آنچه شرط کمال است ذاتاً دارد و محتاج به تکمیل نیست. به همین دلیل بود که من اندکی پیش از این گفتم ما باید ناچار تصدیق کنیم که صاحب اقتدار خواه حاکم بر عموم باشد خواه حاکم بر یک فرد جز خیر اتباع خود که بر آنها گماشته شده اندیشه ای ندارد. حالا بگو ببینم آیا به گمان تو کسانی که در شهرها حکومت می کنند و به معنی حقیقی کلمه حاکمند به طیب خاطر حکومت می کنند؟ گفت گمان در این مورد ندارد، زیرا یقین دارم که این طور نیست. گفتم ای تراسیماکوس، مگر در مورد مشاغل عمومی دیگر مشاهده‌ای نکرده‌ای که هیچ کس تصدی آنها را فقط به خاطر خود آن مشاغل قبول نمی‌کند، بلکه در ازای خدمات خود مزد می‌خواهد؟ زیرا تصدی برای نفع متصدی نیست، بلکه برای نفع اتباع است. جواب این پرسش مرا بده. آیا تفاوت بین یک فن وقتی دیگر مربوط به خواص مختلفی نیست که هر یک از آنها دارد؟ خواهش می‌کنم در جوابی که می‌دهی عقیده خود را کتمان نکنی، زیرا می‌خواهم در بحث خود به نتیجه‌ای برسم. گفتم چرا تفاوت همان است؟ گفتم آیا اینطور نیست که این فنون هر یک نفع جداگانه‌ای به ما می‌رسانند، نه نفع مشترک؟ مثلا طب صحت می‌بخشد و دریانوردی ایمنی از خطرهای سفر دریا و قیس‌الاعضا. گفت البته. گفتم آیا چنین نیست که فن تحصیل مزد راه کسب مزد را به ما می آموزد، زیرا خاصیت آن این است؟ ما بنابراین پیشنهاد تو باید در تعریف اصطلاحات منتهای دقت را به کار ببریم. پس آیا نباید فن طب را از فن دریانوردی تمیز دهیم؟ مثلا اگر ناخدای کشتی به علت اینکه هوای دریا به او نمی سازد دارای صحت مزاد شود، این مسئله باعث نمی شود که فن او را طبابت بخوانیم. آیا صحیح است؟ گفت البته. گفتم همچنین اگر مزدوری در حین اشتغال
به پیشه خود دارای صحت مزاج شود، نمیتوان به این مناسبت فن تحصیل موز را تبابت نام گذارد. گفت درست است. گفتم اگر کسی از اشتغال به تبابت مزد به دست آورد، آیا تو به این علت خواهی گفت که فن تبابت عبارت است از کسب مزد؟ گفت نه. گفتم آیا در این مسئله موافقت نداریم که هر فنی را فوایدی است منحصر به همان فن؟ گفت چرا؟ گفتم پس اگر نفعی باشد که کلیه پیشه‌وران مشترکاً از آن بهره مند شوند، بدیهی است منشأ آن از اینجاست که آن پیشه‌وران همگی فن مشترکی را علاوه بر حرفه خود به کار بستند. گفت ظاهرا چنین است. گفتم پس میگویم اینکه پیشه‌وران استفاده از مزد میکنند به علت آن است که علاوه بر فن خود، فن دیگری را هم که عبارت از مهارت در تحصیل مزد باشد به کار میبرند. این نکته را از روی اکراه قبول کرد. گفتم پس در مورد هر فن، تحصیل این فن که مزد باشد خود فن نیست جداگانه. اگر ملاحظه کنیم خواهیم دید که تندرستی به وسیله فن طبابت تأمین می‌گردد، ولی تحصیل مزد برای طبیب از راه مهارت در اخذ مزد میسر می‌شود. همچنین ساختمان خانه از هنر معماری ناشی می شود، ولی دریافت بهای آن از فن اخذ مزد. و همین است که حال کلیه فنون که هر یک به نسبت خاصیتی که دارا است به موضوع خود فایده می بخشد. حال اگر یک پیشه‌ور مزد به دست نیاورد، آیا از هنر خود نفعی برده است؟ گفت ظاهرا نه. گفتم اما اگر به حرفه خود بدون مزد عمل کرد، آیا باید گفت که دیگر فن او به کسی فایده نمی رساند؟ گفت نه. گمان میکنم فایده کار او به جای خود باقی است. گفتم پس ای تراسیماکوس، اکنون ثابت شده که هیچ فنی و هیچ نوع حکومتی ناظر به نفع خود نیست، بلکه چنان که پیش گفتیم نفع موضوع خود را تأمین می نماید و بدین طریق طالب نفع ضعفاست نه اقویا. ای تراسیماکوس عزیز، به همین دلیل بود که من لحظه پیش گفتم هیچ کس بی‌مزد شغل عمومی نمی پذیرد و برای تیمار داری دیگران خود را به رنج نمی افکند، بلکه در ازای قبول چنین زحمتی مزد می خواهد. زیرا کسی که بخواهد فن خود را کماه و حقه به کار بندد و به مقتضیات آن فن عمل کند، در پی تحصیل نفع خود نیست، بلکه خیر زیر دستان را می جوید. با این براهین البته سزاوار چنین است آنانی که راضی می شوند حکومت کنند پاداشی نیز دریافت نمایند، و آن پاداش عبارت خواهد بود از پول یا افتخارات و یا مجازاتی که در صورت استنکاف با آنها تعلق خواهد گرفت. گلاکون گفت ای سقراط، مقصودت چیست؟ آن دو نوع مزد اول را که گفتی فهمیدم، اما موضوع مجازات را که گفتی نوعی از مزد است نفهمیدم. گفتم معلوم می شود نمی دانی مزد درستکاران چیست و چه چیز است که اشخاص صالح را به قبول مشاغل حکومتی ترغیب می کند. مگر نمی دانی که حب جاه و مال از جمله معایب به شما رفته و در واقع هم همین طور است؟ گفت راست است. گفتم به همین دلیل حب مال و افتخارات هیچ کدام نیک مردان را ترغیب به قبول مشاغل حکومتی نمی نماید. این قبیل اشخاص اخذ مزد را دوست نمی دارند، زیرا نمی خواهند مردم آنها را به مناسبت گرفتن پولی در ازای خدمت مزدور بخوانند، و از طرفی هم نمی خواهند با استفاده نامشروع از شغلی که پذیرفتند کیسه خود را انباشته و خود را در معرض تهمت دزدی قرار دهند. و چون جاه طلب هم نیستند، حس شهرتجویی و افتخار طلبی نیز آنها را ترغیب نخواهد کرد. پس اگر صلاح در این باشد که حکومت به دست چنین کسانی سپرده شود، باید آنان را با تهدید به مجازات به قبول این کار مجبور ساخت، و شاید به همین دلیل باشد که قبول این مشاغل در غیر صورت اجبار در انظار مردم ننگین است. پس بدین قرار بزرگترین کیفر برای شخصی که راضی به قبول شغل حکومت نباشد این خواهد بود که محکوم شخصی فرومایه تر از خود گردد، و به عقیده من مردم نیکوکار رنج تصدی امور را به خود هموار می کنند از ترس همین کیفر است، و بنابراین تصدی مقامات حکومتی در نظر صلحا سعادت یا وسیله کسب ثروت نیست، بلکه وظیفه ای است که اجباراً به قبول آن تن در می دهند. زیرا کسی را از خود بالاتر یا با خود برابر سراغ ندارند که این کار را به او واگذار نمایند. اگر شهری پیدا می شد که اهالی آن همه نیکوکار بودند، شکی نیست که همین کوشش که امروز مردم برای به دست آوردن مقامات به خرج می دهند در آن شهر مصروف گریختن از تصدی مشاغل می گردید. زیرا در چنین شهری به خوبی نمودار بود
که حاکم واقعی در حقیقت کسی است که هرگز طالب نفع خود نباشد و در همه احوال نفع زیر دستان را بخواهد، و به همین جهت هر خردمندی از این دو شق که یکی منتفع شدن از دیگران و دیگری زحمت منتفع ساختن دیگران باشد، شق اول را ترجیح می داد. پس من به هیچ وجه با این نظر تراسیماکوس که می گوید عدالت عبارت از عمل به نفع اقویاست موافق نیستم، اما در این باب باز هم دقت می کنیم. و عقیده من این که تراسیماکوس می گوید زندگانی شخص ظالم سعادتمندتر از زندگانی شخص عادل است، مسئله است بسیار مهم. اما ای گلاکون، تو طرفدار چه نظر هستی و کدام رأی را صائب می دانی؟ گلاکون گفت به عقیده من زندگانی شخص عادل سودمندتر است. گفتم مگر محسناتی را که همکنون تراسیماکوس درباره شخص ظالم شرح داد نشنیدی؟ گفت شنیدم اما متقاعد نشدم. گفتم پس چطور است بکوشیم تا راهی برای اثبات اینکه او به خطا رفته است پیدا کنیم؟ گفت آری خوب است. گفتم اگر بنا باشد ما در مباحثه معارضه بمست کنیم، یعنی در مقابل سخنان تراسیماکوس شرحی به همان تفصیل در فواید عدالت بگوییم و او بار دوم اظهار نظر کند و ما باز هم جواب بدهیم، در این صورت باید فوایدی را که هر یک از دو طرفین ذکر می کند بشماریم و لازم خواهد شد کسانی میان ما داوری کنند. اما اگر همان روش پیشین خود را دنبال کنیم تا آنجا که در تشخیص صحیح از سقیم هم رأی شویم، در این صورت هم تحقیق مطلب و هم داوری درباره آن با ما خواهد بود. گفت آری. گفتم اینک کدام یک از این دو طریق را انتخاب می‌کنی؟ گفت طریق دوم. گفتم پس ای تراسیماکوس بیا تا سخن را از سر گیریم و به ما جواب بده. دعوای تو این بود که ظلم تمام سودمندتر از عدل تمام است. گفت البته چنین میگویم و دلایل دعوای خود را هم آورده هم. گفتم بسیار خوب، راجع به این دو صفت چه میگویی؟ آیا عقیده داری که یکی از این دو حسن و دیگری قبح میباشد؟ گفت بدیهی است. گفتم شاید تو عدالت را حسن و ظلم را قبح میشماری. گفت ای مرد ده حسابی، من میگویم ظلم سودمند است و عدل سودمند نیست. این است نتیجه‌ای که تو از سخن من میگیری. گفتم پس چه باید گفت؟ گفت درست عکس آن. گفتم پس عدالت را قبح میشماری؟ گفت قبح نیست ولی منتهای ساده لوحی است. گفتم ظلم چطور؟ آیا شرارت است؟ گفت نه، حسن تدبیر است. گفتم پس ای تراسیماکوس، عقیده داری که ستمکاران مردمی هستند دانا و خردمند؟ گفت آری. اما منظور من از ستمکاران آن کسانی است که قادر به منتهای ظلم بوده و بتوانند شهرها و ملل را زیر فرمان آورند. شاید تو گمان می‌کردی مقصود من جیببر هاست. البته جیببری هم به شرط اینکه کثیف نشود برای خود کاری است مفید، اما در مقابل کارهایی که همین حالا گفتم قابل ذکر نیست. گفتم میدانم مقصود تو این است، اما شگفت دارم که تو ستمکاری را نوعی از نیکی و خردمندی میپنداری و عدل را ضد این صفات میدانی. گفت آری، عقیده من همین است. گفتم رأی خود را نوعی بیان کردی که رد آن بسیار دشوار گردید. اگر میگفتی ظلم سودمند است ولی در عین حال مانند بعضی مردم دیگر آن را در زمره قبایح و اعمال ننگین به شمار می آوردی، ما می توانستیم در جواب تو رجوع به معتقدات عمومی کنیم. اما اکنون معلوم می شود که تو ظلم را حسن داشته وسیله کسب اقتدار می دانی و خلاصه همه آن خصائص را که ما برای عدالت ذکر می کردیم تو می خواهی برای ظلم قائل شوی و با کمال جرأت ظلم را در زمره محسنات و شرط خردمندی دانستی. گفت درست گفتی. گفتم با وجود این شایسته نیست من از مباحثه بگریزم، بلکه باید به تحقیق ادامه دهم به شرط اینکه بدانم عقیده واقعی تو همین است که بیان کردی. زیرا ای تراسیماکوس، لابد منظور تو استهزاء نیست، بلکه حقیقت افکار خود را به ما عرضه نموده ای. گفت تو را چه کار به اینکه عقیده واقعی من همین باشد یا نه؟ اگر می توانی دعوی مرا رد کن. گفتم راست میگویی، اما خواهش میکنم جواب این یک پرسش را هم بدهی. آیا به عقیده تو شخص عادل هیچگاه در صدد آن برمی آید که بر عادلی دیگر فایق آید؟ گفت نه، زیرا اگر چنین بود دیگر آدم خوشخو و ساده لوحی نمی بود.
گفتم آیا حتی در اجرای عدالت هم نمیخواهد بر دیگری فایق آید؟ گفت نه، در این کار هم بر دیگری تفوق نمی جوید. گفتم آیا در سرد آن بر می آید که بر ستم کار فایق آید و آیا این عمل را عادلانه خواهد دانست یا نه؟ گفت آری، این عمل را عادلانه خواهد دانست و اقدام به آن خواهد کرد، اما کامیاب نخواهد شد. گفتم سوال من این نبود، خواستم بدانم آیا عقیده تو این نیست که شخص عادل در صدد تفوق بر عادل دیگر بر نیامده، بلکه فقط میخواهد بر اشخاص ظالم فائق آید؟ گفت همچنین است که میگویی. گفتم درباره ظالم چه میگویی؟ آیا در صدد آن بر میآید که بر شخص عادل و بر اجرای عدالت فائق آید؟ گفت جز این چه انتظاری داری، زیرا مراد او این است که بر همه جهان تفوق جوید. گفتم پس او در صدد خواهد بود که حتی بر اشخاص ظالم و اعمال ظالمانه هم تفوق احراز کند و خواهد کوشید که بر همه کس فایق آید. گفت همین است. گفتم پس میگویی شخص عادل طالب تفوق بر ازداد خود میباشد، اما نه بر امثال خود، و حالان که ظالم هم بر امثال و هم بر ازداد خود تفوق میجوید. گفت مطلب را بسیار خوب بیان کردی. گفتم به قول تو ظالم خردمند و نیکو است و عادل چنین نیست. گفت این را هم خوب گفتی. گفتم همچنین میگویی ظالم در اعداد خردمندان و نیکان است، برخلاف عادل که در زمره آنان نیست. گفت آری، هر کس از لحاظ صفاتی که دارد طبعا در اعداد کسانی است که دارای همان صفات باشند، و کسی که طبیعتش نوع دیگری است با آنها فرق دارد. گفتم بسیار خوب، پس خصلت در هر یک از این دو همان خصلت کسانی است که در اعداد آنها شمرده می شود. گفت جز این چگونه می تواند بود؟ گفتم پذیرفتم. حال ای تراسیماکوس، آیا تصدیق می کنی که یک شخص دارای ذوق موسیقی و شخص دیگر فاقد آن است؟ گفت آری. گفتم کدام یک را دانا و کدام یک را نادان می خوانی؟ گفت آن که دارای ذوق است دانا و آن که فاقد ذوق است نادان. گفتم آیا آن شخص دانا به اعتبار همین دانایی خوب است و آن شخص نادان به اعتبار همین نادانی بد؟ گفت آری. گفتم آیا همین را درباره طبیب نیز میتوان گفت؟ گفت آری. گفتم ای دوست بزرگوار، آیا به عقیده تو یک بروت نواز که ساز خود را کوک میکند همین عمل سخت و سست کردن سیم ها را مایه برتری خود نسبت به نوازندگان دیگر میداند؟ گفت نه. گفتم آیا به وسیله این عمل بر کسانی که از فن نوازندگی بی بهره اند برتری می جوید؟ گفت آری، قطعی است. گفتم درباره طبیب چه می گویی؟ آیا وی با تجویز غذا و مشروب می خواهد تفوق خیش را بر اطبا و حتی بر علم طبابت ثابت کند؟ گفت البته اینطور نیست. گفتم اما آیا بر آنانی که طبیب نیستند برتری می جوید؟ گفت آری. گفتم اینک در علم و جهل نسبت به هر موضوعی دقت کن و بگو ببینم که به عقیده تو شخص عالم چه روشی نسبت به همگنان خود دارد؟ آیا در کردار یا گفتار خیش جویای تفوق بر همگان است، یا بالعکس قصدش آن است که در موارد مشابه تأثیر به کردار و گفتار آنان نماید؟ گفت شاید با آنها تأثیر کند. گفتم اما درباره جاهل چه میگویی؟ آیا روش او این نیست که هم بر عالم و هم بر جاهل تفوق جوید؟ گفت شاید چنین باشد. گفتم آیا شخص عالم خردمند است؟ گفت آری. گفتم آیا شخص خردمند نیکوست؟ گفت آری. گفتم خصلت خردمند و نیکمرد این است که بر ازداد خود تفوق جوید، اما نه بر نظایر خود. گفت ظاهرا این است. گفتم ولی خصلت شخص جاهل و بدکار این است که بر نظایر و بر ازداد خیش یکسان تفوق جوید. گفت همینطور است. گفتم ای تراسیماکوس، آیا ما تصدیق نکردیم که شخص ظالم هم بر نظایر هم بر ازداد خود تفوق می جوید؟ آیا چنین نگفتی؟ گفت چرا؟ گفتم لکن عادل بر ازداد خود تفوق می جوید ولی نه بر نظایر خود، آیا اینطور نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس عادل شباهت به مرد نیک و خردمند دارد و ظالم به مرد بدکار و جاهل. گفت شاید چنین باشد. گفتم ما هم رأی شدیم به اینکه کسانی که به یکدیگر شباهت دارند خصلتشان نیز یکسان است. گفت آری. گفتم پس معلوم شد که عادل نیکو و خردمند است و ظالم بدکار و جاهل.
تراسیماکوس همه این فقرات را تصدیق کرد، اما نه به این آسانی که بازگو می کنم، بلکه با اکراه و زحمت بسیار و مخصوصاً چون گرمی هوا شدت داشت عرق فراوانی ریخت و نیز چیزی مشاهده کردم که هرگز ندیده بودم و آن این است که رنگش سرخ شد. باری چون ما همراه شده بودیم به اینکه عد نیکوکاری و خردمندی است و ظلم عیب و جهالت، گفتم از این نکته که ثابت شد بگذریم، اما ما این را هم گفتیم که قدرت در ظلم است. ای تراسیماکوس، آیا این را به خاطر نداری؟ گفت چرا به خاطر دارم، اما من به سهم خود از آنچه تو گفتی متقاعد نشدم و در جواب تو مطالبی دارم که بگویم. منتها می‌دانم که اگر لب بگشایم مرا به پرگویی متهم خواهی ساخت، پس بگذار من مطلبم را به میل خود بگویم، یا اگر میخواهی سوال کنی سوال کن و من همان معامله ای را که با پیر زنان پرچانه میکنم با تو خواهم کرد، یعنی بلی بلی خواهم گفت و برای ابراز تصدیق یا تکذیب فقط به جنباندن سر اکتفا خواهم کرد. گفتم خواهش من از تو این است که برخلاف عقیده خود چیزی نگویی. گفت حالا که نمیگذاری من تکلم نمایم، هر طور تو را خوش آید جواب می دهم. دیگر چه می خواهی؟ گفتم هیچ. همانطور که حاضر شدی جواب من را بدهی، اینک من به سوالات خود می پردازم. گفت سوال کن. گفتم برای اینکه تحقیق خود را از همانجا که متروک ماند تعقیب کنیم، من بار دیگر از تو می پرسم که محسنات نسبی عدالت و ظلم چیست؟ قبلا گفته شد که ظلم نیرومندتر و تواناتر از عدل است، اما اکنون که معلوم شد عدالت خردمندی و نیکوکاری است، تصور می کنم واضح شده باشد که از ظلم تواناتر است، زیرا ظلم نادانی است و احدی نمی تواند این نکته را منکر شود. با این حال ای تراسیماکوس، من نمی خواهم اثبات مطلب را به همین سادگی برگزار کنم، بلکه میل دارم از جنبه دیگر در آن وارد شوم و آن این است که شهرهایی وجود دارد که رویه آنها بر ستمگری و کوشش آنها همواره بر این است که شهرهای دیگر را ظالمانه زیر فرمان خود آورند، شهرهایی را هم تحت رقیت خیش قرار دادند. آیا چنین نیست؟ گفت چرا، و این کار مخصوصا از بهترین شهرها برمی آید، یعنی از شهری که اهالی آن به منتهای درجه ستمکار باشند. گفتم می دارم دعوای تو این بود، اما منظور من تعقیب این مطلب است که آیا شهری که بر شهر دیگر فائق آید بدون کمک عدالت به منظور خود می رسد یا از توسل به عدالت ناگزیر است؟ گفت اگر آنچه تو اکنون بیان کردی درست و عدالت عبارت از خردمندی باشد، آن شهر ناچار به عدالت متوسل خواهد شد، اما اگر حق با من باشد به ظلم متشبس خواهد گردید. گفتم ای تراسیماکوس، چقدر خوشحالم از اینکه تصدیق و تکذیب سوالات را با جنبانیدن سر برگزار نمی کنی، بلکه بسیار خوب جواب می دهی. گفت این برای ارفاق با تو است. گفتم از مهربانی تو تشکر می کنم، اما خواهش دارم لطف خود را تکمیل نمایی و بگویی به عقیده تو هنگامی که یک شهر یا یک سپاه یا یک دسته راهزنان یا دزدان یا هر جماعت دیگر منظور ظالمانه ای را مشترکاً تعقیب می کنند، اگر افراد آن نسبت به یکدیگر برخلاف عدالت رفتار کنند، آیا می توانند به مقصود برسند؟ گفت بدیهی است نمی توانند. گفتم اگر موافق عدالت با یکدیگر عمل کنند، آیا بهتر به نتیجه نخواهند رسید؟ گفت چرا. گفتم ای تراسیماکوس، لابد علت آن این است که ظلم بین مردم تولید اختلاف و بغض و نزاع می کند و حالان که عدالت موجب دوستی و یگانگی می شود، آیا چنین نیست؟ گفت اینطور باشد، من نمی خواهم با تو مجادله کنم. گفتم ای دوست، چقدر مهربان هستی، اما جواب مرا بده. ظاهرا خاصیت ظلم این است که در همه جا کینه بار آورد، پس اگر در میان آزادگان و یا بندگان بروز کند، آیا بین آنها بغض و اختلاف ایجاد نخواهد کرد و توانایی همکاری را از آنها سلب نخواهد نمود؟ گفت همینطور است. گفتم اگر بین دو نفر بروز کند چه می شود؟ آیا همان مخالفت و کینه ورزی و خصومت که اینان با مردم عادل دارند بین خودشان ظاهر نخواهد شد؟ گفت چرا. گفتم ای دوست گرامی، اگر ظلم در یک فرد بروز کند، آیا خاصیت خود را از دست می دهد یا آن خاصیت بدون کم و کاست باقی می ماند؟ گفت ممکن است فرض کنیم که خاصیت آن باقی می ماند. گفتم پس بدیهی است که ظلم در هر جا ظاهر شود، خواه در یک شهر، خواه در یک قبیله، خواه در یک سپاه، خواه در میان جمعیتی دیگر،
خاصیتش این است که ایجاد نفاق و اختلاف کرده توانایی همکاری را از آن جمع سلب کند و بین افراد آن جمعیت و هم فیما بین آنان و مردم عادل خصومت تولید نماید. گفت همین است. گفتم گمان می کنم هنگامی هم که در یک فرد پیدا شود خاصیتش همین خواهد بود و به مقتضای طبیعت خود عمل خواهد کرد، یعنی اولا در نفس آن فرد اختلاف و جدال ایجاد کرده توانایی عمل را از او سلب می کند، ثانیا او را با خود و با اشخاص عادل دشمن می گرداند. آیا اینطور نیست؟ گفت همین طور است. گفتم ای دوست، مگر نباید گفت که خدایان نیز عادلند؟ گفت اینطور باشد. گفتم ای تراسیماکوس، در این صورت ظالم دشمن خدایان و عادل دوست ایشان است. گفت به سخنان خود دل خوش مدار و بدان که من با تو مخالفت نخواهم ورزید، زیرا نمیخواهم حضار را برنجانم. گفتم پس شادی مرا تکمیل کن و جواب مرا همچنان که تا کنون داده ای بده. بعضی حقایق برای ما کشف شد، دیدیم که مردم عادل خردمندتر و بهتر و تواناتر از مردم ظالم هستند و اشخاص ظالم حتی با یک دیگر نمی توانند همکاری کنند. و اگر کسی بگوید که گاه شده است که ستمکاران در این عمل به ظلم کاری را مشترکاً از پیش بردند، می گوییم این اشتباه بزرگی است، زیرا اگر این اشخاص به کلی ظالم می بودند نمی توانستند از تعرض به یکدیگر خودداری کنند. بدیهی است که قطعا یک نوع عدالت بین آنها حکمفرما بوده که آنان را در حین ستمکاری نسبت به دیگران از تعدی به یکدیگر باز داشته است و در سایه همین اندازه عدالت بوده که کار خود را از پیش بردند. در واقع هنگامی که اینان به تبهکاری خیش مشغول بودند، ظلم مطلق بین آنها حکمفرما نبوده و به همین علت عمل آنها به کلی بی ثمر نمانده است، زیرا آنان که مطلقاً بدکار و کاملا ستمگرند به همین سبب هرگز کاری از پیش نخواهند برد. حقیقت مطلب به طوری که من درک می کنم این است، نه آن قسم که تو بیان کردی. اما اکنون باید به تحقیق مطلبی بپردازیم که بحث آن را به تأخیر انداختیم، یعنی اینکه زندگانی شخص عادل بهتر و سعادتمندتر از زندگانی شخص ظالم است. گمان می کنم از آنچه ما پیش گفتیم این مطلب ثابت شده باشد، ولی با وجود این باید بیشتر از آن دقت کنیم، زیرا موضوع گفتگوی ما مسئله ناچیزی نیست بلکه مربوط به یافتن دستور صحیح زندگانی است. گفت درست است، اینک در این باب دقت کن. گفتم بسیار خوب، آیا به عقیده تو اسب وظیفه مخصوص به خود دارد؟ گفت آری. گفتم آیا می توان گفت وظیفه اسب یا هر حیوان دیگر انجام دادن کاری است که یا اساساً جز از آن حیوان ساخته نیست، یا لااقل فقط آن حیوان است که می تواند آن را به بهترین وجه انجام دهد؟ گفت مقصود تو را نفهمیدم. گفتم آیا شنیدن جز به وسیله گوش ممکن است؟ گفت نه. گفتم پس اگر ما دیدن و شنیدن را وظیفه چشم و گوش بدانیم به خطا نرفته ایم. گفت بدیهیست. گفتم آیا نمیتوان شاخه نورسته تاک را با ساتور یا اسکنه یا بسی افزارهای دیگر برید؟ گفت البته می شود. گفتم اما خیال می کنم هیچ افزاری به خوبی چاقوی باغبانی که برای این منظور تعبیه شده آن را نخواهد برید. گفت راست است. گفتم پس آیا نمی توانیم پیرایش تاک را وظیفه چاقوی باغبانی بدانیم؟ گفت چرا؟ گفتم خیال می کنم حالا بهتر خواهی فهمید مقصود من از این بیان چه بود، که وظیفه هر چیز کاری است که یا فقط از آن چیز برمی آید یا به بهترین وجه از آن ساخته است. گفت آری، اکنون می فهمم و با آن تعریف موافقت دارم. گفتم بسیار خوب، آیا قبول داری که هر چیزی که وظیفه‌ای دارد خاصیتی هم به خصوص مخصوص به خود دارد؟ اینک برمیگردیم به مسائل سابق خود و میگوییم چشم وظیفه‌ای دارد، آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس درست است که چشم خاصیتی دارد؟ گفت آری. گفتم همچنین معلوم شد که گوش وظیفه‌ای دارد، آیا چنین نیست؟ گفت چرا؟ گفتم پس خاصیتی هم دارد؟ گفت آری. گفتم آیا همین را درباره هر چیز دیگر می توان گفت؟ گفت آری. گفتم اگر خاصیت خود را نداشته و برعکس دارای عیبی باشد که ضد آن خاصیت است، آیا می تواند وظیفه خود را انجام دهد؟ گفت این چگونه ممکن است؟ لابد مقصود تو کوری است به جای بینایی. گفتم صفت مخصوصی را در نظر ندارم، نکته در اینجا نیست، می خواهم بدانیم آیا حقیقت امر این است که هر چیزی که خاصیت نوعی خود را دارا باشد وظیفه خود را به خوبی انجام می دهد و اگر ضد آن را داشت
وظیفه خود را بد انجام می دهد. گفت: همین است که گفتی. گفتم: پس اگر گوش خاصیت خود را از دست بدهد، آیا نه این است که وظیفه خود را بد انجام خواهد داد؟ گفت: همین طور است. گفتم: آیا این قاعده درباره همه چیز صادق می آید؟ گفت: به عقیده من این طور است. گفتم: اکنون به این نکته توجه کنیم. آیا نمی توان گفت که نفس انسانی وظایفی مخصوص به خود دارد که جز از آن ساخته نیست، مانند مراقبت حکمرانی و تفکر و نظایر آن؟ آیا چیزی جز نفس هست که بتوانیم آن را منشأ این آثار بدانیم؟ و آیا نباید بگوییم که این اعمال مخصوص به نفس است؟ گفت: اینها را جز به نفس به چیز دیگر نمیتوان نسبت داد. گفتم: آیا میتوانیم زیستن را از جمله امور راجع به نفس بدانیم؟ گفت: البته. گفتم: آیا برای نفس هم خاصیتی قائل هستیم؟ گفت: آری. گفتم: ای تراسیماکوس، اگر نفس خاصیت خود را از دست بدهد، آیا میتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد یا این محال است؟ گفت: محال است. گفتم: پس یقیناً نفس اگر بد باشد، وظیفه مراقبت و حکمرانی را بد انجام می‌دهد، و اگر خوب باشد، این اعمال را خوب انجام می‌دهد. گفت: همین طور است. گفتم: آیا ما موافقت نکردیم به اینکه عدالت یکی از محسنات و ظلم یکی از معایب نفس است؟ گفت: چرا؟ گفتم: پس نفس عادل و شخص عادل خوب خواهند زیست و غیر عادل بد. گفت: از استدلال تو چنین برمی آید. گفتم: بدون شک آن که خوب زندگی می کند نیکبخت و سعادتمند است، و آن که بد زندگی می کند خلاف آن. گفت: موافقت دارم. گفتم: پس عادل نیکبخت است و ظالم بدبخت. گفت: اینطور باشد. گفتم: اما بدبختی برای کسی سودی ندارد، بلکه نفع در خوشبختی است. گفت: شکی نیست. گفتم: پس ای تراسیماکوس ملکوتی، این سخن که ظلم سودمندتر از عدل است درست نیست. گفت: بسیار خوبه سقراط، این هم سهم عیدی تو باشد که در جشن بندیس دست خالی نمانی. گفتم: ای تراسیماکوس، این هدیه را از تو دارم، زیرا با من ملاطفت نموده ترشروی را ترک کردی، اما با این حال من از نصیبی که یافتم خوشنود نیستم و این تقصیر خود من است، نه تو. مسئله من مسئله آن مردم حریصی است که در سر سفره از هر خوراکی که بیاورند تکه‌ای رو بوده میچشند، بدون اینکه از خوراکی پیشین به اندازه کافی تناول کرده باشند. من هم پیش از اینکه کیفیت عدالت را که موضوع اصلی تحقیق ما بود دریافته باشم، این مطلب را رها کرده و به این نکته مخصوص پرداختم که آیا عدالت عیب و نادانی است یا حس و خردمندی. سپس گفتگوی دیگری پیش آمد در اینکه آیا ظلم سودمندتر از عدل است یا نه، و من نتوانستم خودداری کنم و آن موضوع سابق را هم ترک کردم. به این نکته جدید پرداختم. باری حاصل گفتگوی ما این شد که اکنون من هیچ نمیدانم، زیرا اگر ندانم عدالت چیست، چگونه میتوانم دانست که حسن است یا قبح، و یا کسی که دارای این حسن است نیکبخت است یا بدبخت. صفحه 85 و پایان کتاب اول.